الان ریکورد شروع شده و خب ما آموزش نرم افزار سالید ورک رو امروز داریم. سشن اولشه، حالت بیسیک رو شروع میکنیم، از نقطه شروع میکنیم که در نظر میگیریم که چون از کاربرا راجع به سالید ورک چیزی نمیدونه. من یه سری تکلیف هم دارم برای این کار که میذارم توی چت استپ با استپ و بعدا هم اینا رو شما میتونید دانلود بکنید و اگر خواستید استفاده بکنید، مشکلی نداره. اینا تکالیفی که خودم برای آموزش استفاده بکنم. خب اجازه بدید من صفحه‌مو شیر بکنم با شما. صفحه منو میبینین؟ من میبینم. بله بسیار عالی، بسیار عالی. خب ببینید من بذارم خود نرم افزار بیارم بالا. این نرم افزار سالید ورکس. آیکون سالید ورکس خیلی مشخصه. معمولا وقتی ما با آموزش نرم افزار میایم از جایی که شروع میکنیم اینه که روی دسکتاپ وقتی شما نرم افزار سالید ورکس نصب میکنید آیکونش به چه صورت است. این آیکون نرم افزار سالید ورکس. خب سالید ورکس من 2023 نیست، آپدیت نیست، ولی خب لایسنس لجیتیمیت اینی که من الان دارم، یعنی قابل استفاده است برای ایژوکیشن و کار ریسرچ. آیکون به این صورته. آیکون های دیگه هم باش میاد توی صفحه را که سالید ورک کامپوزر، سالید ورک الکتریکال، بستگی به پکیجی که شما دارین یه سری آپشن های دیگه هم بهتون میده. یه دونه چیز داره، یه دونه گریت مارک داره میده که یه کارهای دیگه انجام میده. با در کنارش یه سری موارد دیگه هم میاد که بستگی به استفاده اونام هستن. حالا اگه یک زمانی شما غیر از این سالید ورکس چیز دیگه مد نظرتون هست از اون پکیج که سالید ورکس ارائه میده به من بگین، من نگاه میکنم ببینم اگر اویلیبل هست اونم یه ریویوی براتون میکنم. خب موقعی که سالید ورکس نصب میشه و شما ران میکنید سالید ورک رو، بذارید من کامل ببندم سالید ورکمو. من وقتی که دابل کلیک میکنم و ران میکنم، خب سالید ورک یه دیتابیس خیلی بزرگ داره که معمولا اون بستگی به کامپیوتر یه کمی زمان بره تا همه چی لود بشه و بیاد بالا. حالا اگه کامپیوتر بهتر باشه سریعتر، کامپیوتر قدیمی‌تر یه کمی سخت داره. قبل از اینم که شما سالید ورکی تهیه بکنین و بخواید روی کامپیوتر رو نصب بکنین، حتما برین توی وبسایت سالید ورک که مال کمپانی داسالت سیستم هست و مینیمم ریکوایرمنتی که سیستم شما نیاز داره رو حتما اونجا چک بکنید، چون یه گرافیک مینیمم گرافیک میخواد. بعضی از لپتاپایی که حتی جدیدن شما میخرید که ارزون هم هستن، یعنی خیلی با باجت مناسب میتونید تهیه بکنید، اینا چیزن، اینا مثلا گرافیک کارت ندارن، دارن از خود گرافیکی که روی مادربورد لپتاپ استفاده میکنن. ببین مثلا لپتاپ قدیمی من اینجوری بود و ما همیشه مشکل داشتیم از کالش که نرم افزار میخواستن من نصب بکنن، تکنسین ما باید یک تریکی میزد به کامپیوتر که یک کمی از رم کامپیوتر رو بگیره و بده به این گرافیک که بتونه نرم افزارش لود بشه بیاد بارا. اینا رو در نظر بگیرین حتما اگر سافتوری که تهیه میکنین مطمئن بشین که با سیستم شما قابلیت نصب و استفاده اون رو داره. موقعی که وارد سالید ورک میشیم اگر از قبل فایلایی داشته باشین همه این پایین هستشون، اونایی که قبلا کار کرد. ولی خب سه تا دونه ماژول اصلی داره سالید ورک که توی این کورس کلن فوکس ما روی پارت هست و دیزاین هست. و حالا این کورس قراره یه 9 ساعت دیگه هم بعد از این ارائه بشه که توی 9 ساعت دوم ما میریم روی اسمبلی و دراینگ کار میکنیم، ما روی پارت دیزاین کار میکنیم. بله ببینید الان من چند تا سمپل اینجا دارم. سمپل من دو بودی، این دوتایی که اینجا هستن دو بودی هستن، تو دی هستن. اینا رو توی پارت درست میکنیم ما و بعدن میاریم اینجا، حالا یا 3D شو میاریم اینجا انجام میدیم و توی پارت هم سمپل های 3D رو ایجاد میکنیم. پس پارت دیزاین کلن کارش دیزاین 2D و 3D برای شما. اگر بخواین یه 3D توی سالید ورک ایجاد بکنید، بذارید من برای سمپل اینو باز بکنم فعلا.
شما اگر بخواید یه 3D توی سالید ورک ایجاد بکنید، این از یک سری فایل 2D تشکیل شده که شما یک سری عملیات 3D روی اون انجام دادید. مثل چی؟ این مثلا این فایل که درست شده اینجا، این از یه نقطه شروع شده. این شما اینجا هیستوری رو میبینید، این تریه که ما داریم دیزاین، اصطلاحا به این میگن دیزاین فیچر تری ما. موقعی که شما یه فایل خام وا میکنین تا این نقطه دارین، فرانت تاپ رایت پلین و اوریجین دارین. از اینجا به بعد این کارهاییه که ما انجام دادیم و این فایل رو درست کردیم. خب ببین، تمام اینایی که شما میبینید این 3Dه، ولی وقتی بازش میکنید توی دلش یه فایل 2D داره. یعنی اول من اینو کشیدم، بعدن 3Dش کردم، شده این شیپ. ببخشید، شده این شیپ. یا مثلا این بالایی، این تیکه بالاست، من اول اینو کشیدم به این صورت، بعد اینو به حالت 3D در آوردم. و همینجوری حالا یا راجب کامنتی که باس اکسترودد چیه و بعد اکسترودد باس چیه و بعد اکسترودد کات چیه و این چیزا فیله چیه، ما به موقعش صحبت میکنیم. ولی کلیت قضیه اینه که شما از یک فایل دو بعدی شروع میکنین و اونو تبدیل میکنین به یک فایل سه بعد. خب حالا ما بیایم ببینیم وقتی که وارد محیط سالید ورک میشیم، وقت گفتم که سه تا ماژول داریم، ما پارت، اسمبلی و درای. ما میخوایم با پارت بریم جلو. روی پارت کلیک میکنین و اوکی میکنین. خیلی خوب، ما الان توی محیط پارت هستیم، محیط نه 2D نه 3D. ما این که تصمیم میگیریم کجا بریم، ولی خب اگر 2D نداشته باشیم عملا TD معنی نداره. ببینید این 3D ماست، فیچرز، این تب فیچرز یعنی کاری که 3D میکنیم، همه خاموشه، غیر فعاله. و اینکه 2D نیاز داره تا اینو فعال بشه. تازه 2D هم که میکشه همش فعال نمیشه، و اینکه سافتویر اتوماتیکلی تشخیص میده که با این 2D که تو درست کردی از کدوم ها اینا میتونی استفاده بکنی. و بعد اسکچ برای 2D. فوکس ما رو این دوتا تب Features Sketch، و قراره که ما تو این سه جلسه 9 ساعت راجع به این دوتا یاد بگیریم که خیلی حرف برای گفتن هست و خیلی کار میشه کرد. خب قبل از این که ما حتی کارمون رو شروع بکنیم، یعنی اسکچی انجام بدیم و چیزی بکشیم، اولین کاری که باید بکنیم اینه که ما باید یونیت سیستممون رو دیفاین بکنیم. همونجور که میدونید ما دو تا دونه میجر یونیت سیستم داریم، یکی متریکه که همون میلیمیتر سانتیمیتر میتر، یکی دیگه یو اس کاستومری یونیت که میشه دسیمال اینچ، اینچ، فیت، بهش امپریال هم میگن و اونم یه واحد دیگه است. اینجا ما تصمیم میگیریم که بر اساس دیزاینمون با چی بریم. حالا چه جوری اینجا این کار انجام میدیم؟ شما اگر بیاین از پایین سمت راست، اینجا شما میگه که سیستم بای دیفالت IPS، I یعنی اینچ، P یعنی پاوند، و S یعنی سکند. خب شما میدونید توی مهندسی ما سه تا دونه مین یونیت داریم که بقیه یونیت ها ازش تعریف میشن. یک زمانی فکر کنم اینو توی کورسای لیسانس ما یه جایی میخوندیم، حالا مثلا بچه میکانیک فکر کنم اوایل فلوید مکانیک اینو میخوندن که برای لنگث L استفاده میکردی، برای مس M و برای تایم S، و بعد بر اساس LMS ما میومدیم بقیه یونیت ها رو دیفاین میکردیم و بعد میگفتیم که باید معادله دو طرفش به سیم یونیت، اندپش سیم یونیت باشه، به توازنی برسه. اینجا IPS، اینچ، پاوند، سکند. اگه شما بخواید اینا بزنید روی متریک، اینا که وا بکنید، ما چند تا آپشن داریم. MMGS، میلیمیتر، گرم، سکند. CGS، سانتیمتر، گرم، سکند. MKS، میتر، کیلوگرم، سکند. و نرمالی
تکنیکال دراینگ ها، خب خود شما دوستان بهتر از من میدونید، تکنیکال دراینگ ها اگر توی متریک باشن واحد با میلیمیتر نشون داده میشه، اگر توی یوز کاستومری باشن با اینچ نشون میده. پس سویچ ما بین دوز توه MMGS و IPS. اگر دراینگی داریم به MMGS، خب حالا اگر طبیعتا دراینگ شما 1000 متره، خب شما 1000 mm وارد میکنید، هیچ محدودیت اسکیلی هم ما توی محیط دیزاین نداریم. شما محیط دیزاینتون همیشه ترجیح اینه، پیشنهاد داده میشه که اسکیل وان تو وان برین، مگر تو شرایطی که حالا خیلی دیزاین پیچیده و بزرگی و فازهای مختلف داره که حالا ممکنه اسکیلی اپلای بشه، ولی میگن اسکیل وان تو وان برید. وقتی که به پرینت ما میفرستیم و همیشه سایز پیپر یه محدودیتی به اون میده، بعد قضیه خود دراینگ اسکیل داون میشه و اسکیلش هم بیان میشه. خب پس حالا دراینگ که من برای امروز در نظر گرفتم، چند تا دراینگ که دارم بذارید نشونتون بدم. اکسرسایز وانه، ما میخواییم این اکسرسایز خیلی ساده رو انجام بدیم. و خب این اسکیلش وان تو وانه و فکر میکنم بله بر اساس یونیت این میلیمیتره. روی ای فور هم گذاشتیمش و آره دیگه این متریک حساب میشه. و پس ما باید با MMGS بریم. تمام این یونیت ما اینجا این میلیمیتره. من فراموش کردم توی تایتل بلاک اینجا بذارم، ولی خب حالا این رو من منشن میکنم برای شما، چون 60 اینچ خیلی بزرگ میشه دیگه، عملا پارتی ریل لایف به این شکل نمیتونه باشه که 60 اینچ باشه. احتمال زیاد این همون MMGS. خب پس من میذارم روی MMGS. استپ اول انجام دادیم. استپ دوم چیه بعد از اینکه یونیت رو تنگ کردین؟ معمولا استپیه که اکثر دوستان از جمله خود من خیلی مواقع که درگیر کار میشیم فراموش میکنیم، سیف کردن کار. خب خیلی وقت لاکی هستیم تا آخر کار میریم دکمه سیف ها که میزنی تازه متوجه میشه که از اول این کاری که انقدر زحمت کشید برای سیف نشده دو سه ساعت کار. خب پس ما سعی میکنیم که هر زمانی که میتونیم، یه حتی میتونید اگر کار دیزاین بزرگی دارن انجام میدید یه تایمر بذارین کنار دستون که هر 10 دقیقه بار که زنگ خورد بزنه. فکر میکنم سالید ورکس آتو سیو هم داره، من راستش بخواید بهش هیچ موقع فکر نکردم و استفاده نکردم که اکتیو میشه یا نمیشه، اطلاعی ندارم، ولی میتونم نگاه بکنم. ولی خب بهترین حالت همینه که اگر یادتون نمونه با تایمر برین جلو و اینکه حالا زمان به زمان فایلت متن سیو بکن. من میذارمش همون اکسرسایز وان، همونی که داریم اسم فایلو. و خب طبیعتا دومین ریکامندی هم که همیشه من میدم به بچه هم اینه که بدون کجا فایل سیو بکن. خب من روی دسکتاپ میخوام سیو بکنم و این روی دسکتاپ سیو شد. این فایلی که من سیو کردم روی دسکتاپ هم به نام EX-1 اینجاست. این فایل منه، آوردمش این گوشه اینجا. اینو موقعی که بریم روی پراپرتیزش، چیزی که نشون میده پسوند فایل هست SLDPRT. پس یادمون باشه فایلایی که توی سالید ورک پارت دیزاین ما طراحی میکنیم پسوندش هست SLDPRT. SLD for SolidWorks and PRT for Part. بسیار عالی. خب این ما میدونیم راجبه الان پسورد فایلمون Part Design به این شکله. وارد محیط اینجا میخواییم دراینگ انجام. خب اینجا یکم من ریفر میدم تو همون بک‌گراند انجینیرینگ که همه ما داریم و اطلاع داریم راجبش. معمولا وقتی که ما به یه دونه آبجکتی نگاه میکنیم، یا آبجکت 3D
یه آیزومتریک ویو داریم یا حالا دیمتریک یا اکسیسیمتریک، هر نوعی با هر انگل نگاه میکنیم، بالاخره ما سه تا صفحه میبینیم تو زاویه های مختلف که بر اساس دیرکشن ویو ما میتونیم بگیم فرانت ویو، مثلا این اینجا من از اینجا دارم نگاه میکنم، چشم من اینجاست، این میشه فرانت ویو، تاپ ویو، رایت ساید. اینا سه تا صفحه اصلی دیزاین. برای اینکه ما میدونیم از توی دیزاین اورتوگرافیک ویوز 6 تاست. What are orthographic views? Front, back, bottom, top, left, right. Those are 6 orthographic views. و بر اساس دیزاین مینیمم بهترین حالت اینه که ما 3 تا دونه از اینا رو کامبینیشنش رو داشته باشیم تا دیزاینمون رو فولی دیفاین بکنیم با دیتیل. ولی خب تو بعضی کیس هایی که خیلی سادن با دوتا ویو هم میشه. برای همین مین ویو هایی که ما داریم برای اینکه دیزاینمون رو دیفاین بکنیم، فرانت ویو، تاپ ویو، رایت ساید، که حالا این توی فرست انگل و ترد انگل ارنجمنت های مختلفی داره که یه داستان جدا اصلا میره تو زمینه یه نقشه کشی و انجینیرینگ گرافیکس که اصلا بحث ما اینجا نیست و من فرض میکنم شما راجع به اونا میدونید. اگر یک زمانی نیازی بود که به اونا یه گریزی زده بشه لطفا به من بگیم و من اونم براتون توضیح میدم. خب حالا اینجا این فرانت ویو ما، همونجور که من گفتم این تاپ ویو ما، این رایت ساید. خب ببینید این سه تا همشون از یه نقطه میگذرن به نام اوریجین. پوینت آف اوریجین جاییه که این سه تا دونه سرفیس با هم اینترسکت دارن. مثلا من نگاه کنید از روبرو نگاه میکنم، این فرانت همه، این تاپ هم اینجاست، رایت هم اینجاست. اگه برم از رایت ساید نگاه بکنم، این رایت همه، این رایت ساید همه، این تاپ همه، این فرانت همه. پس تمام اینا دارن از پوینت اوریجین میگذرن. خب برگردیم به حالت همون 3D که بودیم، فرانت، تاپ، رایت. خب اینا ایمیجینری پلین هن و پلین هایی هن که کمک میکنن ما شروع کنیم دیزاین. خب حالا ببین من چیه میخوام بکشم. من تصمیمم اینو بکشم تو چه پلینی؟ اینی پلین. الان هیچ محدودیتی ما نداریم، اوریتیریدی هم نداریم که بدونیم اورینتیشنش به چه صورتی که بخوایم چه صفحه‌ای بکشیم. خب من اینو میام توی فرانت پلین میکشم. How do we do the sketch in front plane؟ چجوری اسکچ توی فرانت پلین باید بکشیم؟ شما فرانت پلین کلیک میکنین، any plane that you want، top plane، right plane or front plane، هر کدوم رو میخواین کلیک میکنین، میایین توی اسکچ. برای 2D بود دیگه، ما اول قراره 2D بکشیم. روی اسکچ کلیک میکنیم. اتوماتیکلی توی این فیچرز دیزاین تری ما یه اسکچ ایجاد میشه به نام اسکچ 1. اسکچ 1 همین اسکچیه و ببینید اینجا هم اگزیت زده، یعنی ما الان آردی داخل اسکچ 1. ما اینجا هر چیز بخواییم تیم را بکشیم. سالید ورکس یه تفاوت عمده با اتوکد داره. اتوکد از اول که شروع میکنی کشیدن شما باید بدونید چقدر میکشی، حالا یا با کوردینیت یا موس تکون میدی به سمت که میخوای عدد تا وارد میکنی. یعنی انداپ قضیه اینه که شما یه لاینی کشیدی به یونیت 100، مثلا میدونی این لاینی هم که اینجا سلام یونیت 100. توی سالید ورک ما این کار رو نمی کنی. چه سالید ورک ما میایم و رافلی اول اون چیزیه که میخوایم میکشیم. ببین من چی میخوام بکشم اینجا؟ من میخوام اینو بکشم. صدای من میاد هنوز؟ بله بله صدایتون. بسیار، یه مسیج من این برگرفت. خب ببین من میخوام اینو بکشم. خب این من یه دونه اینکلاین لاین دارم، دو تا هوریزونتال لاین دارم اینور اونور و بعد حالا این دورش اینو ایجاد میکنم حالا به صورت. خب پس من میام اینو رافلی میکشم. کجا میکشم؟ اینو از من داشته باشین همیشه. اگر دارین طراحی توی سالید ورک انجام میدین، سعی بکنین همیشه ببینید دیزاینتون اگر حالت سیمتریکال داره،
هر نوع سیمتریکالی، هوریزونتلی، ورتیکلی، اینکلاین، هر چیزی، سعی بکنید اون حالت سیمتریکالیش رو ریسپکت تو دیس اوریجین حفظ بکنید. وقتی میریم توی اسمبلی اونجا داستان داریم، اونجا شما میخواین از این اوریجین کمک بگیرین یه کاری بکنین، بعد وقتی میخواین از اوریجین کمک بگیرین یه کاری بکنین، اوریجین باید وسط شکلتون باشه تا بتونه بهتون کمک بکنه. کلیک میکنین رو اوریجین، میبینین به یه گوشه اونجا افتاده، رفتی هم اصلا به فایل شما نداره. پس همه چی ما رسپکت به اوریجین میکشیم. اگر سیمتریکال نیست، اوریجین رو میتونید یه کورنری بندازین. اگه سیمتریکاله، سعی کنید وسط نگهش دارید. این خیلی خیلی یوزفوله. خب ببین، برگردم دوباره، من چی دارم؟ من اینو دارم دیگه، میخوام اینو بکشم، یه لاین اینجوری، یه لاین اینجوری، یه لاین اینجوری. من گفتم رافلی میکشید، بفهم. من به صورت رافلی کلیک کردم روی لاین، هر جایی بخوام کلیک میکنم، اینجا کلیک میکنم. ببین من هر دایرکشن بخوای لاین ها میکشم. ولی یادتون باشه ما طراحی 2D توی سالید ورکس که میکنیم به رنگ آبی پررنگ یا دارک بلو، یا همین رنگی که میبینین، اگه بهش نیوی بلو میگین یا هر رنگی، به رنگ آبی. این رنگ آبی رنگ پریلیمینری دیزاینی که شما انجام میدین. اگر میخواین اسکیچی شما از حالت 2D به 3D بیارین، باید رنگ اسکیچتون رو از آبی به بلک تغییر بدین. تغییرش این نیست که برین قسمت پراپرتیز رنگا آبی رو بکنین سیاها، منظور من این نیست. یعنی باید فولی دیفاین بشه، یعنی باید کامپلیتلی all the parts relate to each other بشه تا رنگش اوتوماتیکلی بلک بشه. من اینه حالا آروم آروم توضیح میدم. این خیلی مهمه و براتون هم میگم چرا مهمه، چون اگر یه چیزی فولی ریلیتد نشه و بره توی 3D، اگه برگردی تو 2D یه جاشو بگیری بکشی کش میاد، وقتی میری تو 3D شکل کلا عوض شده، برای اینکه اون الان بر اساس اسکیچ جدید داره اون 3D اپلای میکنه، آپدیت داره میکنه. واسه همین وقتی کنترل باشه، شما چیزی اکسیدنتلی یا گراب بکنی یا داری یه کار دیگه میکنی یه تغییری بدی، تغییر نمیکنه و همه به هم ریلیت میشن. حتی ببینید من میام این بالا، وقتی که میخوام ببینم هوریزونتاله یا نه، کنار پنسیل من یه اپرچر زرد میاد با یه خط افقی. یعنی آقای حمید، الان که شما داری این لاین رو میکشی، هوریزونتال میکشی، نمیخواد بعدن بیای هوریزونتالش بکنی، من الان این آپشن رو بهت میدم. خب میبینم خب خوبه، من کلیک میکنم، یه چیز گرین میاد روش، میگه آقا این یه ریلیشنی داره که هوریزونتال. خب یه دونه اینکلاین دارم، اینکلاین، یه هوریزونتال دیگه، تمام شد. رایت کلیک، سلکت رو بزنید یا اسکیپ رو بزنید دیگه، هر کاری کردین میرین بیرون. من اینو تقریبا کشیدم. حالا اول از همه من اینو میخوام بیارمش اینجا، گفتم رو اوریجین باشه دیگه، برای که این فایل من از اینجا سیمتری اینجوری. خب یا میتونیم، آره دیگه همینجوری سیمتری. چی کار میکنم من؟ حالا باید بهش ریلیشن اضافه بکنیم تا رنگش بلک بشه. یکی از ریلیشن های ما دایمنشنه. برگردیم ببینیم دایمنشن ما اینجا چنده. 85 horizontal smart dimension، کلیک میکنم روش، میام لاینم رو انتخاب میکنم، move up or down، هر جایی که کلیک کردین و دراپش کردین از شما میپرسه که خب این دایمنشن 119.44 سامتینگه، همین میخوای باشه یا میخوای تغییرش بدی؟ شما تایپ میکنی 85 و اینتر میزنی، این شده 85. حالا من برگردم توی دیزاینم، اینم 60، زاویهش اینم 135. خب من اینو سلکت میکنم دوباره، ببین من موو اوت میکنم، دراپش میکنم 60 اینتر. انگل بیتوین این و اینم 135، ولی هنوز بلک نشده. ببین این سایزش دیگه تغییر نمیکنه.
ببینید ریلیت کردن یعنی چی، این خیلی مهمه. ببین سایزش دیگه تغییر نمیکنه، من هر چی اینو بخوام بکشم جابجا میشه ولی سایزش عوض نمیشه، ولی این سایزش عوض میشه. ببین کش میاد، بزرگ و کوچیک میشه، حتی جابجا میشه، دراز میشه، برای اینکه هیچ سایزی این نداره. اینم سایزش تغییر نمیکنه ولی فقط موو میکنه. ریلیت کردن یعنی از لحاظ لوکیشن و سایز شما اینا فولی کنترلش رو شما داری، خودش نمیتونه هر جایی خواست بره، برای همین بلک میشه. خب این یکی سایزش اندازه اینه، من باید بهش ریلیشن اضافه بکنم. این بالا توی اسکچ ما یه چیزی داریم به نام دیسپلی دیلیت ریلیشنز. اگر اینو باز بکنین دومین آپشن اد ریلیشن. شما باید بدونین که چه ریلیشنی میخواین اضافه بکنین. چه ریلیشنایی داریم؟ خیلی چیز عمود بر هم مساویان، از هم دیگه عبور میکنن، پارالللن با هم دیگه، دیگه نمیدونم هوریزونتاله، ورتیکاله، تمام اینا هستن. خب بستگی داره که چیکار میخوای بکنی، خودش به شما پیشنهاد میده سافت‌ور. ببین من میدونم سایز این لاین با این لاین برابره، پس میام این لاین رو انتخاب میکنم، این لاین رو انتخاب میکنم. اینا رو داره به من پیشنهاد میگه، میتونی این دوتا لاین رو نسبت به هم هوریزونتال بذاری، نسبت به هم ورتیکال بذاری، میتونی یه جوری بذاری که کولینیره، یعنی راستاشون در امتداد همدیگه، به همدیگه عمودن، با همدیگه موازین یا ایکوالن. خب من هدفم اینه که بگم این دوتا ایکوالن دیگه، میزنم روی ایکوال. ببین سایز اینه کرد 85، یه آیتم اپرچر ایکوالم سبز گذاشت کنارش، یکی اینجا دارم یکی اینجا، یعنی این دوتا با هم برابر. اینجوری شما اینو میخونید، اوکی هم با این؟ آره، ولی هنوزم آبیم، برای اینکه الان همه چی فیکس شده، ولی مشکلم اینه که اینا همه جا میتونم ببرم، من اینا اینور اونور میتونم ببرم، اینور اونورم میتونم ببرم، این هنوز جاش فیکس نشده. جاش کجاست؟ گفتیم میخواییم بذارمش توی اوریجین. پس دوباره من میرم توی اد ریلیشن میزنم، میام اوریجین و نقطهش رو انتخاب میکنم. حالا وسط این لاین هم من میخوام، وسط لاین رو چجوری انتخاب میکنی؟ روی لاین که رایت کلیک بکنی یا گزینه‌ای داره سلکت میت پوینت، میت پوینت رو انتخاب میکنم. ببین دوتا لاین آورد، میگه اینا رو میخوای کوینسیدنت بکنی، یعنی از همدیگه عبور بکنم. میگم بله، as soon as I do that it turns black، یعنی هم سایزش رو من کنترل کردم هم جاشو، دیگه بلو نیست، این آماده است بره برای 3D. ولی ما نمیتونیم اینو 3D بکنیم. چرا؟ چون سرفیس 3D میشه، این هنوز یه 2D لاینه که دیفایند شده. حالا استپ بعدی چیه؟ استپ بعدی اینه که ما پارالل توش اینا رو ایجاد بکنیم. چقدر فاصله است؟ دیستنسش 15. اگر شما با اتوکد آشنایی داشته باشین، ما آپشنی که داشتیم توی اتوکد اسمش چی بود؟ میدونی خانم فرزانه؟ برای اینکه لاین پارالل با آفست. آفرین. بله. آفست همین جام آفسته. ببین کانسپت یکیه. آفست انتیتیز همین بالا. ولی خب آفست اینجا یکم پاورفول تره. یعنی اکثر کار سافت ویر میکنه. اتوکد یه حالت لیبر خیلی زیادی داره برای یوزر، یعنی یوزر باید تمام کار رو بکنه، ولی سالید ورکس اون حالت لیبر رو به این اندازه نداره. من روی آفست که کلیک میکنم از همین فورس چقدره؟ رو دیزاینمون زدیم دیگه 15 دیگه 15. خب حالا 15 که میزنیم یه سری آپشن اینجا داره، من انتخاب میکنم. ببین من زدم سلکت چین، یعنی چه؟ یعنی اگه من اینا انتخاب کردم هر چیزی بهش کانکته اونم میخوام آفست بکنم بر اساس دیزاین. خیلی خوب، سلکت چین همش رو کریتم. بعد بهش میگم ببین حالا این دایرکشن نیست، میگی میخوام ریورس کنم، میزنیم یاره ریورس، ولی من الان میگم بای دایرکشنال، یعنی دو طرف میخوام، میذاره برام دو طرف. تازه بهش میگم میخوام اندش هم ببندم، کپ اند. آرک میگه میخوای بذاری یا لاین بذاری؟ میگم آرک میخوام بذارم. تمام شد، من دیزاینمو کشیدم. چیزی که من میگم با یه دونه کامنت، لیبر توی اتوکد خیلی زیاده، لیبر توی سالید ورکس خیلی کمتره. سالید ورکس تیک کر میکنه خیلی زیاده، شما گرافیکلی میتونی موس رو تکون بدی و بزنی. ببین اینی که ایجاد کرد کامل بلکه،
اگر صفحه گری ایجاد بکنه، یعنی سافتویر تشخیص داده که اینی که شما کشیدی closed object، پس میتونه یه سرفس ایجاد بکنه. این سرفس آماده است که بره برای 3D شدن. خب من چجوری اینا دارم میچرخونم؟ شما اگر موس کامپیوترتون رو اون اسکرولش را داون نگه داری و بعد تکون بدی تو صفحه، شما اینو میچرخون. حالا چجوری برش گردونم به حالت اول؟ این بالا view orientation، میزنی روی این، میگه چی کار میخوای بکنی؟ میگم 3Dش کن برم. این 3D نشون میده به من با این isometric view. میگه چه view دیگه میخوام؟ میگم front view. front view because من تو front ایجادش کردم دیگه، تو front. اگه برم تاپ اینو ببینم، تاپش یه خط چیز نمیبینی، اینا اینجوری. خب پس بستگی داره تو چه صفحه ایجاد کردی. من اینو توی front plane ایجاد کردم. خب دارمش، dimension داره. dimension اگه تو دست و بالتونه میتونی یکم بیارینشون اینور، مثلا این اضافه است، میتونی اینو دیلیت کنی، چه اتفاقی نمیفته. اینو خود software automatically داده. آها این 85 هم من بذارم پایین و 135 هم بیرون و اونام که ریلیشنه که داریم. That's it. دیزاین من انجام شد. 2D fully related. Make sure که شما سیوش میکنی. خب حالا من از الان صحبتی نمی کنم. چند دقیقه اگر خانم فرزان سوالی دارین راجع به چیزی که من توضیح دادم بفرمایید تا من توضیح بدم. به نظر میاد که فعلاً که سافتور جالبیه، یعنی خیلی بهتر از اتوکد. بله خیلی 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 سریع‌تره. خیلی زیاد خوشم اومد. حالا قبلا البته من یه تجربه کوچیکی داشتم راجبش، من خب فراموش کردم، ولی خیلی خوبم شما توضیح دادی. البته خواهش میکنم، من الان اوکیم. یه ذره اونجا که شما چرخوندیم و اون ویوی که سوادی گرفتی، من میخواستم اونجا سوال کنم چه اینطوری شد بعد که تاپ نشون دادی که خط پندم نه. آره آره این بله، این همش توی صفحه است. بود ندادی؟ نه این بود نداره، این همش دو بودیه توی فرانته. من اگر ببرمش توی رایت ساید ببینمش خط میبینم، از تاپ هم ببینم خط میبینم، از جلو دارم فقط فرانت که میبینم. مثل این موبایل من میمونه که شما نگاه بکنی، این فرانت، از بالا خط ببینین موبایل من ها. از اینجا هم خط میبینم. منظورم این رکتنگل اینجاست، نه کل موبایل. این اینه دیگه. خب بسیار عالی. پس این اکسرسایز اول ما بود. من اینو سیو. ببخشید یه سوالی میشه بکنم؟ اینو بفهم. با همون چیزی که گفتین استودنت میشه دانلود کرد فری کار کرد. آها نه. ببینید آره من اینو فکر کنم اصلا میخواستم بگم و اول صحبتم یادم. اینو شما با چک بکنید. فکر میکنم که داسالت خود همین اتودس کمپانی سالید ورکس، اگر شما استودنت نامبر داشته باشین سافر رو فری بهتون میده، ولی باید یه جای انرولمنت داشته باشی. یعنی شما موقعی که حالا پروسسش هم من فکر می‌کنم برای بچه‌های کلاسم هر دو تا کالجی که کار می‌کنم برشون من پروسسش رو درآوردم که استپ بای استپ چجوری باید نصب بکنن و اونا با همون میرن جلو. ببین یه چیزی داره که شما یه اکانتی وا می‌کنی، بعد توی اکانت که باز می‌کنی ساین اپ می‌کنی، از شما می‌خواد که ایمیل اسکولتو بده به من. شما نه هر ایمیل جیمیل یا هات میل، میگه ایمیل اسکولتو بده. ایمیل اسکولا که می نویسی برای یه اکتیویشن لینک روی اسکولت میفرست. شما اونا که میزنی و یه سری پروسس رو تیم کنی دانلود میکنی و بعد هر موقعی که نصب رانش میکنی این وصل میشه به سرور و چون میبینه شما استودنتی خب اجازه میده استفاده بکنی. از سون از این که شما دسکول تمام بشه و دیگه پیمنتی ندی و دیسینرولمنت بشی، اوتوماتیکلی اسمت از اون لیست خط میخوره و سافتور رو کامپیوتر داری وقتی نصب میشیم یکی لایسنست اکسپایر شد.
چون وصل میشه میبینه که شما دیگه تو لیست نیستی، پس به شما این پرمیت نمیده که استفاده بود. ولی اگر که حالا حتی شما کسی داری تو فامیل که داره پرستاری میخونه تو کالج، داره نمیدونم روانشناسی میخونه ولی استیودنته، اون میتونه بعد این سافتور بگیره. منظور من اینه، یعنی نیاز نداره. خب میره توی وبسایت همونجوری میده، همونجوری که گفتم. آره حالا بذارین تا من این پروسسش رو چیکار بکنم، بذارین فکر کنم همینجا الان با هم نگاه بکنیم، شاید تو همین جا باشه. ولی خب من باید یه سری تغییرات توش بدم و بهتون بدم. من کسی رو دارم که مثلا دانشگاه اتاق داره درس میخونه. آها خب پس میشه. احتمال زیاد میشه. بذاریم من ببینم. مهم نیست، فکر نمی کنم مهم باشه، چون اونو دیگه ازش دزیگنیشن نمیخوان چیزی که بله پیدا کردم. ببینید من این چیزی که اینجا دارم سالید ورکس ریکوایرز 17 گیگابیت دیس اسپیس، یو کن دلیت سالید ورکس فایل. خب میرین توی solidworks.com SEK fill out your contact information use your Humber email. این برای استودنت های Humber کالج من بوده. Humber email. خب شما هر کسی حالا اتاوا هست اون اتاوا ایمیلش رو میزنه. بعد خب این سریال نامبر رو همونجا میده، یعنی حالا ما اینو اینجا گذاشتیم برای بچه ها برای راحتشون، چون این پین برای هامبر کالج یکی بوده دیگه، از این میتونستن استفاده بکنن برای اون مدل قدیمی. بعد ریکوست رو میری جلو، لیگال استاف رو میری و میره برای اینستالیشن. کار دیگه نداره دیگه، راحت دیگه میره رسم میشه. اصلش اینه که همین که اینجا گفته که باید یه ایمیل ولید برای اکادمیک باشه. یونیورسیتی اوت. آره ببین من فکر کنم رشته فرق نمی کنه، چون هیچ چیزی سوال نمی کنه دیگه. یعنی خب من خود همین اینو بزنم چی؟ هامبر گفتین آدرس میخواد. آه شما آدرس ایمیل ندارین که هامبر. نه این که هامبر ایمیل که ایمیل نیست که. مثلا من ایمیلم هامبر hamid.dehkordi@hamber.ca وریفای میشم من، یعنی اون طرفم فقط ایمیل نمیخواد، اونا وریفای میکنن. مثلا زمانی که شما این فایل ها فور میکنید میگه 24 ساعت بعد پیج شما اویلیبله که دانلود بکنید، یعنی میره برای وریفیکیشن تا آره پروسس میشه، بعدن اجازه میدم که استفاده بکنید. آره حالا اونا به ذهن من همین الان رسید که هر دانشجو میتونه دانلود بکنه، مطمئن نیستم اینا، ولی خب به نظر من ارزش داره که give it a try، امتحان بکنید ببینید که مثلا حالا دانشجوی رشته دیگه هم باشه میتونه اکسس بگیره. ببینم یونیورسیتی اوتاوا تو خودش انجینیرینگ اسکول و اینام داره درسته؟ بله. پس 100% میشه. 100% میشه، چون اینا به اسکول نمیدن، به یونیورسیتی میدن. آه. این به اسکول داده نمیشه. ولی خب بس مثلا ببین من شیردن کالج لیگال دیپارتمنتش خیلی ایزی گوینگه. مثلا شیردن کالج اینجوریه که من برم و پروواید بکنم و رشته پرستاری هم باشم میتونم بگیرم. ولی هامبر کالج که باشی این مدلی نیست. لیگال دیپارتمنتش خیلی سخت میگیره. لیگال دیپارتمنتش یه فرم جدا داره. ITA به عنوان لیگال دیپارتمنت نیست، ITA. ITA یه فرم جدا میفرسته میگه خب شما این نرفزا رو بر چی میخوای؟ میگی مثلا من این کورس ها این ترم دارم یا دارم درس میدم یا دارم میخونم. بعد اونه که حالا شما میگیری سافتورا، ITA هم تو رو یه دور آدیت میکنه که برای چی این کورس ها میخوای، برای چی این سالید ورک چیز ها میخوای. چون اگر که ببینه که بی رفت و تو مثلا حالا برای خودت میخوای، نه ربطی به کورسی داره نه
ولید ریزن نداره. مثلا من یه موقعی پروژه انجام میدادم، گفتم برای پروژه میخوام، بعد خب اینا چک میکردم با کالج که من دارم پروژه انجام میدم یا نمیدم، یعنی در حالت یه پرمیشنی میدادن. ولی خب مثلا یه کالج دیگه اینجوری نبود. این خیلی بستگی به حالا داره که حالا شما بری دانلودم بکنی و اینا، ببینی یه موقعی اسکول و اینا گیر ندن. گیر که چیز خاصی نمیگن، دردسر نمیشه، ولی اینه که میگن نمیتونی، میگه خب. ولی به نظرم ارزش داره که تلاش کنی. مرسی. خوش میکنم. خب ما بریم برای دومین اکسرسایز امروزمون. میخوایم الان اینو بکشیم. این هم دوباره توی متریکه، ولی ببینید این حالت سیمتریکال نداره. پس اینجا یه تصمیم خود دیزاینره که میخواد اوریجین کجا بندازه. من اوریجین رو میخوام بندازم این گوشه بادام لفت، یعنی اون اوریجینی که میبینین توی چیز اینجا میذارم و میکشمش. خب من این فایل رو سیف کردم به نام اکسرسایز وان، بستم، دوباره میرم فایل نیو پارت باز میکنم. خب اینجا فرانت پلین، دوباره اینو من توی فرانت میکشم. حالا بین سر تو تاپ میکشم، فرق نمیکنه، اسکچش میکنم. برگردم به دراینگم، دو تا ورتیکال لاین دارم، یه هوریزونتال لاین بالا دارم، اینکلاین میشه، ورتیکال هوریزونتال ورتیکال. خیلی من میام دوباره رافلی اینو میکشم. اوه قبل از اینکه این کارو بکنم، من یونیتم آی پی اس، بذارمش روی ام ام جی اس و دوباره تاپ پلین اسکچمو ایجاد بکنم. میرم بالا ورتیکال هوریزونتال اینکلاین داون. آها آها و این رافلی شد اون شکلی. ولی خب مثلا این باید هوریزونتال باشه دیگه، خب مشکل نداره، من سعی کردم ببندمش. حالا اولین کاری که میکنم اینو هوریزونتال میکنم. شما اگه لاین یا بخواید توی سالید ورکس ورتیکال یا هوریزونتال بکنین، کلیک کنین روی لاین، میگه آپشن میده میک هوریزونتال میک ورتیکال هوریزونتال. خیلی این هوریزونتال. برگردم دایمنشن رو نگاه کنم، 85 110. بیام روی دایمنشن اینا کلیک میکنم روش، میکشم سمت چپ 85 اینتر، این پایین 110 اینتر. دیگه دایمنشن چی دارم من؟ یه 25 بالا دارم، یه 35 انگل. این 25 انگل اینا اصل انتخاب میکنم، این لاین هم انتخاب میکنم، انگل این دوتا 35. ولی هنوز ببین اینا دیفاین شدن، بلک شدن، ولی اینا هنوز بلو هن. برای اینکه میتونم بکشم اینا رو جابجا بکنم، ببین چی میشه، میتونه چقدر شکل من رو به هم بریزه. برای همین باید همش بلک بشه که کنترل بشه. خب برگردیم ببینیم چه آپشن دیگه داریم. من فکر میکنم اینی که 25 این ورتیکال هم باید 25 باشه، من حالا اینجا منشن نکردم، ولی این سایزش با این یک. پس من کاری که میکنم میام میرم توی اد ریلیشن، میگم این لاین و این لاین ایکوال هم. اونم بلک شد، فقط مونده این سایز این تغییر میکنه که چقدره. پس اینم من ایکوال میذارم چون من دایمنشن ندارم دیگه، اینم باشون ایکوال میکنم. پس من کاری که میکنم اینه که میرم توی اد ریلیشن، میگم این و اینم here، میگم این و اینم ایکوال، همه چی بلک شد. ببینید ایکوال وان میگه این با این ایکوال، ایکوال تو میگه این با این ایکوال. همش هم میتونستیم با یکی بدیم، ولی خب ندادیم دیگه. الان این دیگه فولی کنترل شده، بلک، کار ما تمام شد. یه سوالی بفرمایید، الان شما اون آخریو که ایکوال کردین که پس پارالللش رو ولی نگفتین چی خودش یه بار اون دو تا
این آخرین خطی که شما ایکوال کردین در واقع اینا موازی هم هستن دیگه با اون، یعنی هم اندازه شون ایکواله همین که هر دو هوریزونتال هم. آره درسته؟ آره آره خب ولی ما منشن نکردیم که این، یعنی فقط ایکوال زدی همونطوری که هوریزونتال مونده میمونه. آره دیگه چیز میکردیم. ببینید من الان که بگیم که پارللن، بله ببین آخه پارلل قراره به آره بفرمایید شما ایکوال فقط اندازشه. آره ولی دایرکشن پارالل به ما پوینتی نمیده اینجا. ببینید این وقتی هوریزونتاله، الان هوریزونتاله، این هم هوریزونتاله، این پارالل هم دیگه. قید اضافه هم نمیتونیم بدیم. ببین من اگر نگاه کنین، من اتفاقا خیلی سوال خوبیه، من اگر اد ریلیشن رو بزنم اینو انتخاب کنم، اینو انتخاب بکنم، بگم پارالل، what's the point؟ هیچ اتفاقی نمیفته. فقط یه قید پارالل اینجا دارم، یه قید پارالل اینجا دارم که یوسلس. من هنوز مشکل دارم این میره و میاد، چون سایزشه که کنترل نشده، مشکل موازی بودنش نی. ولی الان شما نمیتونی اینو از موازی بودن در بیارین دیگه. اینو من نذاشته بودم موازی بودن. خب نه، اگر منشن نکرده بودیم اونجا، کلیک نکرده بودیم، میتونستین در بیارین. درسته دیگه. نه نمیتونستم بیاین، من اینجا دیلیت دارم، میزنم دیلیت پارالل، دیلیتش کردم رفت. ببین پارالل که اگه قید پارالل خارج کنم، یعنی من نمیتونم بچرخونم که زاویه بگیره، من هیچ جوری نمیتونم اینو بچرخونم، این فیکسه. این وقتی بلک شده یعنی دیفاین شده، این دیفاین نشده، اینو باید دیفاین بکنم. اینم میگه که من مکانم معلوم نیست کجاست، مکان منو فیکس کن برام کجاست. من میتونم اینجا باشم، من میتونم اینجا باشم، هر جایی باشم. من کاری که کردم اومدم گفتم تو نسبت به این نقطه 25ی، میتونم دایرکتلی دایمنشن بکنم، موازی هم ندم، بیا من نمیذارم اینجا، میذارم 25 بلک میشه. ولی من اومدم گفتم آقا تو موازی، من تو رو ایکوال با تو میذارم که دوباره نخوام سیم دایمنشن استفاده بکنم. اگر نه همین ایکوالا رو میبینین من گذاشتم اینجا، این ایکوالا اصلا بیا ما برش داریم، بیاین شما اینو دایمنشن بزن، that's fine، همون کارو میکنه برای بیشتر. من هدفمون، شما باید خود ببین، ما دو تا حالت داریم که اینو دیفاین میکنیم، یکی سایزشه که تغییر نکنه، یکی مکانش. بذار من یه مثال بزنم برای شما، بذارین ما ببین، من یه سیرکل میکشم اینجا بلوه، من اینو دایمنشن میکنم این سیرکل رو 75. خب این هنو بلوه، آره این سیرکل سایزش دیگه تغییر نمیکنه، فیکسه، ولی کجاست این؟ هر جایی میتونه باشه. حالا من میام میگم آقا این سیرکل نسبت به اوریجین من که فیکسه، هوریزونتلی 150 تا سمت چپ باشه. چرا هنو بلو نشده؟ برای اینکه این هوریزونتال الان دیگه فیکسه، ولی ورتیکال که جابجا میشه که. خب پس من میام میگم چی؟ میگم آقا بیا این از اینجا نسبت به اینجا ما ببین این تقریبا توی خطه، بذار من اینو مووش کنم. میگم این نسبت به این ورتیکالش هم باشه 25. ببین الان بلک شد، برای اینکه لوکیشنش فیکس شد، حالا اینم باید هوریزونتال بکنیم، مهم نیست، لوکیشنش فیکسه، سایزش هم فیکسه، کلن ریلیت کردن مهم نیست. شما اگه یه زمانی دیدی که با پارالل کارت را میفته پارالل کن، ولی پارالل لوکیشن رو فیکس میکنه، سایز رو فیکس نمیکنه. من مشکلم اینجا سایز ایکوال که گذاشتم، یعنی سایز رو یکی کردم، ولی یه موقعی اگر آره باید با لوکیشن رو میخوای فیکس بکنی، پارالل به درد لوکیشن. خواهش میکنم. خب این اکسرسایز شماره دو ما، اینم من سیو میکنم برای اکسرسایز شماره دو. حالا بعد من اینام ببینم به چه طریقی میشه اینام خدمت همتون میفرستیم که داشته باشید. خب اینم روی دسکتاپ سیو بشه.
بسیار عالی، این هم ببندیمش الان تمام بشه. خب میخواین الان یه 5 دقیقه ما یه بریکی بگیریم، برگردیم میریم برای یک اکسرسایز یکم پیچیده تر، اکسرسایز شماره 3 شماره 3 که این یکی با هم دیگه کار بکنیم. بهشا جان میوتی، صداتو نده. یعنی میشه 10 و 10 دقیقه؟ بله 10 و 10 دقیقه. بسیار مرسی، ممنون. خواهش میکنم، خواهش میکنم.
بله فقط دکمه آه. بله میخواستم بگم که داره ضبط داره نمیشه بله داره و میشه مرسی. خواهش میکنم اسکرینمون هم شیر بکنیم و ادامه بدیم برای اکسرسایز سوم. خب حالا شاهزاده هم که الان اومدن من یه ریکپی بکنم راجع به اینکه ما اصلا برنامه به چه صورت ما فرام دی اسکرچ سالی دوست شروع کردیم با این دید که از بچه ها حالا کسی راجع به سالیدورکس اطلاعی نداره. اولین استپمون هم اینه که یاد بگیریم چجوری یه تودی بکشیم یه دو بودی بکشیم و کاملا این دو بودی که کشیدیم و فولی ریلیتد اصطلاحاً بهش میگن بکنیم. معمولا دیزاینی که توی سالید ورکس شما به صورت خام میکشین به صورت آبی پررنگ و زمانی که کاملا ریلیتد میشه به هم دیگه مربوط میشه به رنگ مشکی در میاد، سیاه میشه. بیشتر هدف اینه که ما دیزاین اون رو رنگ مشکی بکنیم چون وقتی رنگش مشکی بشه میتونه آماده باشه بره برای 3D شدن و یا حالا هر نوع کارهای دیگه‌ای که بخوایم انجام بدیم. خب سومین دیزاینی که داریم این دیزاین، اولین چیزی که ما صحبت کردیم چه سالید ورکس این بود که ما وقتی یه فایل جدید وا میکنیم سه تا دونه ماژول داریم، پارت، اسمبلی، دراین. ما فوکسمون این سه جلسه سه ساعتی که داریم روی پارت، یعنی یاد میگیریم چجوری 2D بکشیم و بعد 3Dش بکنیم. خب من دوباره یه پارت جدید میخوام ایجاد بکنم. وقتی پارت رو ایجاد کردیم اومدیم استپ اول اینه که سیو بکنیم فایلمونو، مسیرش هم بدونیم کجاست. خب این یکی اکسرسایز 3ه که ما داریم انجام میدیم و روی دسکتاپ اینو سیو میکنیم. بعد استپ دوم یونیته. این دیزاینی که من دارم، این قبلی بود، ببندم اینو. این دیزاینی که من دارم دوباره این متریکه. حالا باید ذکر بشه توی تایتل بلاک من فراموش کردم، چون بای دیفالت میدونستیم ما اینا رو این متریک میکشیم دیگه، من نذاشتم اونجا سایزش بزرگه. خب این با فرض اینکه این متریکه، ما گفتیم این پایین سمت راست یونیت رو تعیین میکنیم. البته بستگی داره، سالید ورکس همون اولی که شما اینستال میکنیم میگی که روی چی یونیتی میخوای بریم، بس همین یونیت دیفالت میشه. این سالید ورکس که برای من نصب شده خب با آی پی اس رفته. ممکنه شما سالید ورکس رو نصب بکنید همون اول بگید برو روی ام ام جی اس برو دیگه، بعد همیشه ام ام جی اس نشون میده، ولی قابل تغییره. من این آی پی اس اگر کلیک بکنم روش نوشته اینچ پاوند سکند، این همین یو اس کاستومری یونیت ماست که یا ایمپریال، و حالا اگه بخوایم تغییر بدیم به اس آی ما میایم و میدیم روی ام ام جی اس، میلی میتر گرام سکند. و یه صحبتی که کردیم که توی تکنیکال، البته اینو خودتون بهتر میدونید، توی تکنیکال دراینگا اگر متریک باشه نرمالی با میلی میتر میرن جلو و اگر یو اس کاستومری باشه با اینچ میرن جلو. خب الان من توی محیط سالید ورکم، یونیت هم میلی میتره، یه سیو دیگه بزنم، فایلم هم استارت کردم سیو کردن، میخوام حالا دیزاین 2D بکنم. دو تا دونه تبی که ما صحبت کردیم از اول باهاش کار میکنیم ما توی این سشن ها، اولی فیچرز که 3D برای ما ایجاد میکنه و دومی اسکچه که برای ما 2D ایجاد میکنه. اول با 2D باید ما سر و کله بزنیم. خب اول با اسکچ کار داریم بعد میریم توی فیچر. برای همین شما توی فیچر میبینید اکثرشون خاموشه، قابل استفاده نیست، اکتیو نیستن، چون شکل 2D نیست که بخواد 3D بکنه. ولی توی اسکچ یک سری حالا اویلیبل هستن، یک سری هم چون هنوز ما چیز ندارم میرر، میگه من چه میرر بکنم یا تریم من چه کاتش بکنم که بخوام اضافه بکنم، آفست چیزی نیست که آفست. اینا آروم آروم فعال میشن، ولی شما میبینید بیشتر از فیچرز ما آیکون فعال داریم، نه همون کرییتاس یا دراینگ سیکشن ماسکتی آتو کدم داشت. بعد گفتیم سه تا تونه پلین اصلی داریم، فرانت، تاپ اند رایت، که همه اینا از یه نقطه میگذرن به نام اوریجین. و من گفتم وقتی که شما یه دیزاینی دارین انجام میدید 2D باید بدونید نسبت به این اوریجین کجاست.
من ترجیح همینه، اگر دیزاینم یه حالت سیمتریکال پراپرتیز داره، اوریجینا بندازم اون وسط اون سیمتریکال سیچویشن. تجربه شخصیه و این نشون میده که بعداً توی اسمبلی که ما بریم چقدر به درد میخوره. و اگر که سیمتریکال نیست یه کورنری میندازیمش، ولی تو خود دراینگ نگهش میداریم، نه فار اوی، مگر اینکه شرایط خاص باشه مثل ریوالو کردن که بعد راجع به اونم صحبت. خیلی خوب، حالا من برگردم دراینگم، این دراینگ منه، دوباره این حالت سیمتریکال نمیتونم بهش بدم به خاطر این چنفری که دارم اینجا، این پخی که اینجا خورده. اگر اینا نداشت پروبابلی میشد به اینکه یه لاین از اینجا میگذره و نمیتونم. پس من دوباره اوریجینم رو میندازم بادم لفت ساید، یعنی این کورنر من میشه اوریجین. تو کدوم صفحه میخوام بکشم فرقی نمیکنه، من میرم با فرانت جلو. وقتی که روی فرانت کلیک میکنید حتما میزنید روی اسکچ تا توی فیچر تریتون اسکچ وان ایجاد بشه و شما دراینگتون رو توی اسکچ وان دارین الان انجام میدید. خب الان هم اسکچ وان که باز شد، میبینید که خیلی از اینا آماده استفاده شدن. خب نکته بعد که گفتیم ما راجع به سالید ورکس، گفتیم با اتوکد متفاوته. اتوکد اگر میخواستی یه خط به سایز 100 بکشی، از اول باید میدونستی که این خطت سایزش 100 و میکشیدیش. این امکان برات نبود که اول بکشی بعد مادیفایش بکنی. ولی اینجا داستان برعکس، ما رافلی میکشیم، درافت میکنیم، بعد میایم فیکسش میکنیم. ببین من چی دارم؟ من اول یه ترپزوید شیپ دارم، یه شکل زوزنقه دارم، میاد بالا، میاد اینجا، اینجا کج میشه اینجا، و به این صورت سه تا دایره دارم و بعدم این اسلات ها رو دارم، سه تا اسلات دارم و بعدم یه دونه هگزاگون دارم. خب من اول با خارجش شروع میکنم کشیدن و گفتم میخوام اینو بندازم بادم لفت، پس میرم بالا، میام اینور پایین. ببین من اینو حتی ورتیکال نمیزنم، ببین این رافلی دراینگ منه، شبیه اونم اصلا نیست، ولی تمام پلن و تلاش ما اینه که شبیهش بکنیم. This is your skills. این اون چیزیه که شما باید اینجا یاد بگیرید که چجوری ما بتونیم اینا به شکلی که میخواییم درش بیاریم، یعنی شما بفهمید که چه ابزاری براش نیاز. باید اولین کاری که میکنم، من این دوتا لاینم هوریزونتال و ورتیکاله. همونجور که گفتم رو لاین که کلیک بکنید میگه make vertical or make horizontal. اینو میخوام ورتیکال بکنم. خیلی خوب. اینم میخوام هوریزونتال. خیلی خوب. اینا اصلا به هم وصل نیست. قرارم نیست این از اینجا پایین تر بیاد، پس این باید بیاد بالا، درسته؟ که حالا این فیکس شدنیه، مشکلی نداره. اولین بزنیم با دایمنشن بریم. دایمنشن کلی این ور ما 60 تاست، این ور کلن 120 تاست. بزنیم با این دوتا بریم جلو ببینیم چیکار میکنیم. من این دایمنشن رو بدم 60 تا. خب اینم فیکس شد. الان من این خط تا این خط رو میدم 120. خیلی هم خوب. این هم فیکس شد. ببینم انگل هم داشتم من اون بالا. این انگل 30 دیگریه. خب بذار تو من این انگل هم بدم. یعنی این با این سایز دایمنشن. این با این یه انگلی میده به نام 30 دیگری. بسیار عالی. انگل 30 دیگریم هم دادم. حالا میمونه، خب ببین این سایز من الان راحت تره برای من که من این اصلا دیلیتش بکنم، بیام یه لاین از اینجا بکشم تا اینجا هوریزونتال. نه ببین من دوتا اضافه دارم. اگر اتوکد کار کرده باشین یا any نرم افزار any kind of software design software برای از دست دادن پارت های اضافی same object، ببین من نمیتونم اینو دیلیت بکنم، چون اگه دیلیت کنم the whole thing is gonna go، میخوام part of it، I want to cut part of it right. برای اینکه یه تیکشو پارتشو ببرم یه قیچی نیاز دارم. کار قیچی چیه؟ یه تیک نخ داری انقدرش نمیخوای، با قیچی قیچیش میکنی. شکلش همین بالا هست. Trim entities. Trim میاد بهت کمک میکنه اونجایی که نمیخوای از بین ببری. خب حالا توی AutoCAD هم اینجوری شده. AutoCAD قبلا اینجوری نبود. باید قبلا میرفتی کلیک میکردی، ولی توی AutoCAD جدید همین
7-8 ساله گذشته که نگاه بکنی، اونام پاور تریم دارن مثل این، یعنی دستت تو میگیری یه ایمیجینری لاین میکشی، هر جایی به هر چیزی بخوره اونو برات کات میکنه. و من ایجاد کردم اینو، این دیفاین نشده هنوز، بذار ببینیم اطلاعاتی داره که دیفاینش بکنیم. بله هوریزونتلی 20 است، یعنی دایمنشنش از این نقطه تا این نقطه یا تا این لاین این 20 است. بسیار عالی. اینجا داده است دیگه این دایمنشن 20 است. خب ببین این کلش بلک شده، اتچ شده اینجا، کنترل نمیتونی بکشیش، نمیتونی جا به جاش بکنی از اینجا، کوینسیدنت اصلا منگنه شده به اونجا و همه چی اوکیه. حالا باید داخلش رو کار بکنم. داخل من چی دارم؟ بریم داخل نگاه بکنیم. من 1-2-3 سیرکل دارم اینجا. من این سیرکل رو میتونم به روش مختلف برتون بزنم. حالا به روش جالب برتون میگم که خالی از لطف هم نیست. همون به اصطلاح بهش میگن اری. توی اتوکد به نام اری میشناختیم. اون کاشی‌ها رو به دیوار اتاق من اون عقب نگاه بکنید، اون 5 تا، اون یه سیرکولار اریه، یعنی اینکه یکی رو میذاری بعد طول یه نقطه میگی بقیه‌شون رو ریپیت کن سیم سایز اسپسیفیک انگل. حالا این اریش اصطلاحاً رکتانگولار اریه، یعنی میگی که این آبجکت ها زیادش کن تو لاین افقی و عمودی. خب من اولیا میکشم اول و جاشو مشخص میکنم کجاست. ببین سیرکل اول من، اول از همه که این سیرکلا دایمنشنش، خب دایمنشن سیرکلام داده شده، باید کم دقت کنه آدم تا ببینه. این سیرکل has same size of those slot. The radius for the slide is 3. So the diameter gonna be 6. پس این 6ه، اینم 6 اینج. پس من یه سیرکل دارم با دایامتر 6، از این کورنر 10 تا پایینه و چه اطلاعات دیگه ای ازش دارم؟ از این ور چقدره؟ آه خب از این ورش رو ندارم، مهم نیست، برای اینکه به این اسلات مربوط شه. من گفتم این اسلات از این کورنر تا این نقطه 36ه و این سیرکل از ته این اسلات تو این نقطه 25. یعنی اسلات رو من جاشو مشخص کردم، بعد این سیرکل نسبت به این اسلات گذاشتم. Which is fine. ما با همین میریم جلو. بذار تا پس من اول سیرکلمو درست کنم. ببین رندوم سیرکل اینج. سایز مهم نیست، بزرگ کوچیک. الان آروم آروم ما اینا اونجوری که میخوایم انجامش. اول اینکه این دایامتر 6. بعد گفتیم که ورتیکلی نسبت به این لاین 10. هوریزونتلی نمیدونستیم کجاست. خب من اینو فعلا همینجوری میذارم، کار خاصی نمیکنم. میخوام بیام این اسلات رو بکشم. اسلات سایزش 14 و اند پوینت این 36 و سیکنسش هم 6. خب چجوری اسلات میکشیم؟ آیا قراره لاین بکشیم؟ نه، ما همینجا دیرکتلی استریت اسلات میتونیم بکشیم، میتونیم سنتر پوینت استریت اسلات بکشیم، میتونیم تری پوینت آرک اسلات بکشیم، سنتر پوینت آرک، حالت های مختلف. خب من میخوام برم با استریت اسلات. استریت اسلات به من میگه که هول و هوشه. ببین من میتونم از روبروی این بیام، یه داش لاین نشون میده. یعنی شما قشنگ کولینیری اینجا دیگه در امتدادی. اوکی اگه بکشیم و من همینم میخوام. حالا فرض کن نکشید، ما خیلی رندوم میکشیم. خب کلیک میکنید اونور لاین، وقتی میری بیرون آروم آروم برات بازش میکنه. چقدر نمیدونم دوباره، حالا آروم آروم اوکیش میکنم من. خب اول از همه اینو من باید بیارم روبروی این بذارم، برای اینکه فاصلمون 10. اد ریلیشن، یادتونه اد ریلیشن این لاین و این نقطه باید روبروی هم باشن. پس یه کار دیگه میکنم، لاین رو پاک میکنم، نمیتونم با لاین بگیرم، میگم این نقطه و این نقطه اینا باید هوریزونتلی روبروی هم باشن. آوردش رو
حالا نکته بعدی اینه که از دراینگ من اند پوینت این لاین نسبت به کورنر 36 من اسمارت دایمنشن میکنم این نقطه رو نسبت به این نقطه 36 بزرگترش کرد، مسئله نداره. من میدونم که دایمنشن این 14 پس میام این رو انتخاب میکنم، میارم بیرون، میذارم 40 جمعش کردم و حالا میدونم که برگردم اینجا این اند پوینت و سنتر پوینت با هم 25 تا فاصله دارن. یعنی من اگر کلیک بکنم اند پوینت اینجا و بیام اینجا و این دایمنشن رو بیارم یه جا این بالاها، اینا باید بزنم رو 25. یک کمی دایمنشن رو مرتب بکنیم. خیلی اینجا همه چی تو هم تا هم شده. 120 بزرگتر بالا. قوانین دایمنشن رو حالا قسمت کارمون نیست اینجا براتون بگم، ولی میدونین که لاین دایمنشن نباید با اکستنشن لاین با هم دیگه تداخل داشته باشه بیسد آن CSA استاندارد. پس من باید بزرگه رو همیشه بیرون نگه دارم و کوچیکه رو داخل. اگه اینو بیارم اینجا نگاه کنید این اینترسکشن که ایجاد میشه این غلط، مثلا این غلطه، این باید بیاد داخل اینجا بمونه، این 60 بیرون بمونه. این تردی هم که بذاریم شالا بیرون، مهم نیست. این دایمنشنینگ که ما اینجا اتفاق نمیفته، این فقط برای ریلیت کردن آبجکت، دایمنشنینگ جای دیگه است. خب میمونه چی؟ این شعاع اینم باید 3 باشه، سیم سایز، اینم بلک شد. بسیار عالی، من تقریبا تمام کارام انجام شده. حالا میخوام این دایره رو بیارم بذارمش این کورنر و این کورنر، ببینیم چیکار باید بکنیم. میتونیم جدا جدا بکشیم. I'm fine with that. اگه دوست دارین این کارو بکنیم. حالا یه راه بهتر داره. بهش میگن repeating pattern. حالا اینجا ما linear sketch pattern داریم. اگه بازش بکنین circular هم داریم. circular مثالش دوباره دیوار پشت سر من اون تایلا. linear اینی که من اینجا دارم، من میزنم روی لینیر پترن، اینجا یه چیز بر من وام کن. By default X axis. Look at that, this is X axis. میگم بله. ولی هنوز میگه که انتخاب نکردی چی میخوای. نگاه کنید entities to pattern. من اینجا باید انتخاب کنم. ولی وقتی که باز میکنین شما یه کامندیا، اونی که پیجش رنگش به حالت یه بلوی خوش رنگ مثل سکای بلو مثل این، یعنی الان اونجای ما. X axis میگی آره، میگی که خب فاصله چقدر باشه، فاصله بین آیتم ها، دوتا آیتم من میخوام اینا از اینجا بیارم این ور دیگه. سنتر تو سنترش 95ه، اینم سنتر تو سنترش 40. خب horizontally 95 how many میخوای میک بکنی؟ دوتا. خیلی خوب، من هنوز انتخاب نکردم چی، واسه همین شما چیزی نمیبینید. بیا تو سلکت انتخابش بکنم، میگم اینه. به معصون است که این انتخاب کنم، اینجا نشون میده داره ایجاد میشه. اگر دیدید که اینجوری رفت، دایرکشن اونوری بوده، نگاه کنید این دایرکشن رو این بزنین میاردش تو دایرکشنی که میخواد. خب تو این دایرکشن آره. حالا همزمان میخوام اینو پایینم بیارم، خب میام دایرکشن تو وای اکسس. خیلی خوب، چرا هنوز آفنشون نمیده؟ برای اینکه یکیه. من میگم دوتا میخوام، از سون از دوتا میکنم فعال میشه. چقدر بود؟ 40 تا. ببین دایرکشنش رفت اونوری، من میزنم پایین. من تمام اینا رو ایجاد کردم، منتها یه تفاوتی داره، من اینا نمیخوام که اینجاست. right؟ ببین شما اینا که اسکرول داون بکنی یه چیزی داریم به اسم اینا که ایجاد میشه instance. خب من میگم اینجا دارم instances to skip، یعنی اونایی که نمیخوای داشته باشی. من میگم وقتی میزنم اینجا که بلو میشه، میام روی این کلیک میکنم، میگم اینا نمیخوام داشته باشه. میگه ببین خودش حالت ماتریس بهش کوردینیت میده، این یکیه که خب اینا کانسیدر میکنه یک یک، ولی خب اینجا برعکسه، من که همیشه ما اولی ها میدیم رو، دومی ها میدیم کلام تکنیکلی اگه توی آمار نگاه بکنید، ولی خب این یکیه که
اینا کانسیدر میکنه یک دو، اینا دو دو، اینا دو یک. یعنی یک یک میشه ردیف یک ستون یک، دو یک میشه ستون دو ردیف یک، یک دو میشه ستون یک ردیف دو، دو دو میشه ستون دو ردیف دو. ولی خب شما نیازی نیست با این برید، شما یه دکمه قرمز وسط میبینین بیاین بزنین، نگاه دو دو آورد اینجا، من اینو حذفش کنم بگم دیلیت، برش میگردونه. خب پس من این دو یک را که حالا اومدم اینجا وسطش زدم، نمیخواستم اومد، من الان هم نه هپی هم، 40 تا فاصله ایناست، 95 ایناست، اوکی میکنیم، به وجود آوردشون، ولی بلو هم. پس من همون دایمنشنی که باید انجام بدم میرم سنتر تو سنتر 4D. اینم بذارم اینجا، بعد سنتر تو سنتر 95. اینم دایمنشنش کنم 6. ببین آها، ببین من اومدم اینو دایمنشن کنم 6، زرد شد. داره چی میگه؟ من اوور دیفاین دارم میکنم، میگه که حالا به زبان خودمونی بود، میگه که بابا عزیز دل، تو اومدی منو پترن کردی، یعنی گفتی که سیم سایز رو ایجاد کن برام، حالا اومدی به من میگه که سایز من با اون یکیه. خب من خودم همونجا فهمیدم وقتی پترن کردیم سیم سایزیم، نیازی نیست به این کار. پس شما کنسل میکنی، زرد میشه، اصلا اوور دیفایند میشه فایلتو، یعنی از حالت دارک هم خارج میشه. ما کاری که میکنیم، میایم سنتر پوینت اینو نسبت به این گوشه تعریف میکنیم. بله این اینو میخواسته و سنتر پوینتش نسبت به این گوشم تعریف. بلک میشه ولی باز دوباره اوور دیفاین میشه. ما اینو بعداً مسئلهش رو حل میکنیم. خب پس اینو ما همینطوری نگه میداریم فعلا تا بعداً برگردیم و این یکی دیفاین بکنیم، اونم حل میشه. بذارین تا ادامه بدیم. ما دو تا دونه اسلات دیگه میخوایم اینجا ایجاد بکنیم. ببین این 40 یعنی فاصله بین اینا قراره دوباره بشه 20. خب من خیلی راحت میتونم برم دوباره لینیر اسکچ پترن، اکس اکسس، نه من اکس اکسس نمیخوام چیزی داشته باشم، پس اینا دیساکتیویت میکنم، میخوام وای اکسس باشه یا این اکسس باشه مثلا، حتی کلیک میکنین میگه چی رو میخواین شما زیاد بکنین که من 3 تا ازش میخوام. اینا دیلیت میکنم، من میگم که اینا که من بزنم وسطو همش انتخاب میکنم، میگه اینا رو میخوای، میگم آره، دایرکشنش هم عوض کن پایین، چند تا دیستنس بینشون باشه؟ 20. ببین 20 سه تا دونه ایجاد کرده، اوکی، بله درست کرد. خب من کاری که میکنم میام اد ریلیشن میکنم، میگم این با این، با این، دوباره این با این، با این ایکوال باشن. بعد میگم که دوباره دایمنشن این نقطه با این نقطه. خب پس بذار ورتیکالشو بگم، این ورتیکال رو بخواست، این دیفاین شد 20 و خیلی خوب. تنها چیزی که الان ما داریم اینه که یه دونه ترافوزوید، هگزاگون بکشیم اون کورنر که 30 تا و 30 تا مرکزشه و کل ایجش هم 25. برای انجام این کار دوباره میایم اینجا، ما حالت پالیگان داریم که من میرم 6 تا سایت داره،
اینجا کلیک میکنم هر جایی بخوام و هر جوری میخوام بیام. من دست اینجوری میذارم. اول از همه دایمنشن میکنم. این سایت تا این سایتش باید 25 باشه. بعد بر اساس درانگ که اینجا دارم هوریزونتاله. پس من روی این کلیک میکنم. از دایمنشن خارج میشم. روی این کلیک میکنم. میگم make it horizontal. چرخوندش برم. دوباره میام توی دایمنشن. میگم این از اینجا 30 تا فاصله و این از اینجا و از اینجا هم سالی از این مرکز و از این مرکز هم 30 تا فاصله. این فولی دیفاین شد. سایزش من دیفاین کردم 25 تا. گفتم هوریزونتاله. 30 تا و 30 تا هم دادم اون چیزشو نقطه سنترشو. خب این دیفاین شد. تنها مشکل من این سیرکله که من فکر کنم این هوریزونتاله. حالا بدون اینکه تست بکنیم بذار. نه خب ورتیکالش که ما تعیین کردیم 40 و 40 هم تعیین کردیم. من یه کاری که میکنم سنتر این و سنتر این ورتیکلی رو به روی همن. خب اینم نه دوباره اینم دیلیت آل بکنیم. دیلیت آل بکنیم. من اون پوینت رو دیلیت بکنم. بگم این پوینت با این پوینت هوریزونتالی رو به روی همن. اینو قبول کرد. سایزشون که یکیه. بذار بزنیم ما اینو نسبت به این ببینیم گیر میده. اوکی. نمیدونم چرا ولی این سایزش نسبت به این که من گذاشتم درست. به این ریپیتینگه ولی خب ما باید فولی دیفاین بکنیم دیگه. بسیار عالی. سوال. بریم سراغ سوالا. چون فکر کنم اکسرسایز چهارمون یکم چالنجینگه. آره اینا قراره بکشیم اکسرسایز چهار. حالا شما از من هر سوالی دارین بپرسین تا من برم جلو ادامه بدم. معمولا سوال توی وقتی آدم داره خودش کار میکنه پیش میاد. موافقم. اینجوری آدم فکر میکنه همه چی رو یاد گرفته. به محض اینکه شروع میکنی واو گیر میفتی. حالا من همون پیشنهادی که دادم اگر میتونید تا هفته آینده ببینید سافتور رو میتونید ترای بکنید ببینید میتونید از طریق یه اسکولی چیزی از طریق دانشجوی کسی دارین از خود اتودسک بگیرین سافتویر هم ورژن اکادمیکش رو و نصبش بکنین که اگر داشته باشین خیلی از این کار ما از این حالت چیز هم خارج میشه. مونولوگ هم خارج میشه که همش من یه طرفش رو باید بکنم. گاهی وقتا ما اینو میدیم همزمان آدم آره. چون من این کورس ها حدود 2 سال آنلاین ارائه میدادم یعنی خب برای کووید بود ولی خب مثلا بچه ها سافتویر رو داشتن و وصل می شدن. البته یه آپشن دیگه هم شما دارید. فکر می کنم این تمام مدارس این حالت رو ایجاد کردن. تمام یونیورسیتی ها و کالج ها اینا گاهی وقتا دانشجو نمی خوان که اصلا ببین انقدر دمند زیاد شده و این انقدر سیستم کامپیوتری توی این مراکز زیاد شده لبای کامپیوتری مثل قدیم
نمیشه یه نفری را بیفته و رو همه اینا شروع بکنه نصب کردن نصاف رو اینا. اینا اصطلاحاً یه چیزی دارن بهش میگن کلاد پیجینگ. حداقل من با سه چهار جایی که در تماسم کار میکنم دارن همش و فکر کنم این همه گیره، همه جا داره. تمام این نرم افزارها به صورت مالتی لایسنس روی اون کلاد اویلیبل هست که مال کالج یا مال یونیورسیتی. زمانی که کسی نیاز به سافت‌وری داره وصل میشه به اون کلاد، سافت‌ورش رو تایپ میکنه، اگر بر اساس کلیرنسی که داره تو کالج، مثلا من استادم توی کالج، خب تقریبا تمام سافت‌ورها رو دسترسی دارم، حتی ایلوستریشن، حتی فوتوشاپی که مربوط به من نیست. خب ولی مثلا دانشجو بستگی به کورسش که داره، شاید اینم باشه، چون اینم هست، میتونین به اون کلاد وصل بشین و فکر میکنم همون یونیورسیتی آف اتاوا هم که شما گفتید اون کلاد داره و توش پر سافت‌ور، بعد میتونه وصل بشه. بعد اگر که سافت‌ورش براش اویلیبل نبود یه ریکوست میده به آیتی. خب تو ریکوست چی مینویسه؟ مینویسه که خب میتونه خیلی صحبت بکنه، بگه که من یه پروژه دارم با یه جای کار میکنم، نیاز دارم که سالید ورک رو استفاده بکنم برای چند تا قسمت کار. بعد اینا بهش اکسس میدن از سالید ورک استفاده بکنه. بعد اینجوری نیست که دیگه نیازی به نصب داشته باشه. شما با یوزرنیم پسورد همون آدم وصل میشی به کلاد و سافت‌ور رو توی کلاد ران میکنی، ولی روی کامپیوتر خودت میبینیش. اون اونجا ران میشه ولی اینجا باز میشه، شما کار میکنی، فایلت رو کامپیوتر خودت میتونی سیف بکنی، وقتی کلوز میکنی دوباره سافت‌ور روی کلاد بسته میشه. این کلاود هم یه آپشن. بله اصطلاحاً بهش میگن، اصطلاحش اینه. بذارین تمامی الان من برای شما سرچ بکنم. گفتین یونیورسیتی آف اتاوا داره، درسته؟ بله. UOT apps. UOT خب UOT هم میشه. University of Ottawa apps anywhere بهش میگن. ریموت اپس فکالتی آف انجینیرینگ یونیورسیتی آف اتاوا. ببینید این ریموت اپسش. بله دارن، فقط مسئله اینه که ایشون بتونه یه جوری کانکت بشه و اجازه بده. اسمش ریموت اپ. فکالتی نیست. حالا باید ببینه که توی اون فکالتی نیست ولی توی دانشگاه چی کار میتونه بکنه، اون دیگه باید بپرسه دیگه. ببین مثلا من الان هامبر کالج که هستم، هامبر کالج اپس انیور، یعنی اپس انیور یعنی شما میری اصلا یه شهری یه جایی میری خونتون، یار پاشت رفته آفریقا سر بزنه به فامیلیش ولی از اونجا وصل میشه داره کلاس رو انجام. خیلی مثلا دیگه همه چی به اینترنت بسته، مای اپس. اینجا من اینجا که بزنم از طریق این مایکروسافت وارد میشم و خب اینجا دارم دیگه، اینجا یه چیزی هست اینستال میکنی بهش میگن اپس انیور، نصب میکنی، اینجا سافت‌وریه که میخوای سرچ میکنی، مثلا سالید ورکس میاره. ببین برای من اینجا آن اویلیبله، برای اینکه من این کورس، ببین این کورس رو درس نمیدم این ترم، واسه همین دلیل نداره این سالید ورکس برای من اویلیبل باشه، ولی من میتونم یه ریکوست بدم، خیلی کاری ندارم، من یه ریکوست میدم، میگم من یه پروژه دارم کمک دانشجوام میکنم و یه کاری انجام میدم، یا بگم که یه ایده دارم میخوام از سالید ورکس استفاده کنم، پیدا کنم نیازش دارم برای این سمستر، اینا برای من they make it available و بعد من میتونم استفاده بکنم.
میتونه حتی ایشون بگه که من دارم آنلاین لرنینگ میکنم، به نرم افزار نیاز دارم که در کنارش تمرین بکنم. خب حالا ایشون آنلاین لرنینگ نمیکنن، شما که آنلاین لرنینگ میکنی، بعد در دسترس میذارن و شما هر جایی که باشی میتونی استفاده کنی. این دیگه اون حالت رفتن تو آتودسک نصب کردن هم نداره. یعنی شما اینجا که میزنی یه چیزی باز میشه، اینجا شروع میکنه این از روی کلاد ویرچوالی کاپی کردن روی کامپیوتر شما، نمیاد روی کامپیوتر شما ولی ویرچوالی انگار میاد روی کامپیوتر شما. وقتی دکمه پلی یا میزنی همون اتفاقی میفته که دابل کلیک میکنی روی چیز، روی دسکتاپتون، روی آیکون میره جلو، سافتویر میاد بالا و کار میکنه. فقط یه تفاوت کوچیک داره از این استفاده کردن. خیلی بستگی به سرعت اینترنت داره و سرعت اینترنت هم که پایین و بالا بشه کند و تون میشه، ولی چیزی نیست که قابل منش کردن باشه. من یه مدت خیلی زیاد استفاده میکردم و هپی هم بودم واقعا. مرسی. خواهش میکنم. خیلی خوب برگردیم سر صحبتمون. میخوایم بریم سراغ این یکی. این یه شکل 3D خیلی قشنگ هم از توش در میاد که واقعا وقتی آدم تمامش میکنه لذت بخش بخش نمید. خب اولین چیز که مهمه اینه که شما یه نگاهی بکنین ببینین که اپروچ به چه صورت میخواد باشه، چجوری ما میخوایم اینو بکشیم. خب ببین بر اساس دایمنشنی که داریم ما میدیم جلو دیگه، برای این که اون دایمنشن من میتونم بگم یه پیش بفرمایید خودم الان. بله بله، فکر میکنم من اگه باشم از این دایره بزرگه شروع میکنم. خب اول به من بگید اوریجینتون رو کجا میذاریم. من اوریجینم رو ترجیح میدم بذارم وسط همین دایره. آفرین، بهتر اینجا برای ما همون دایره بزرگه. شما اوریجینتون رو میذارین وسط دایره بزرگه. وحید خان شما نظری صحبتی؟ شاید صدام رو نشید. پس میذاریم وسط همون دایره بزرگه اینجا. و ببین خب نگاه هم که میکنی الان نسبت به این دایره بزرگه، ما این کورنر رو داریم 130 تا. بعد وقتی این کورنر رو نسبت به این دیفاین بکنیم، این سنتر ببخشید، وقتی این سنتر رو نسبت به این سنتر دیفاین بکنیم، این سنتر نسبت به این سنتر 215 است، اونم دیفاین میشه. ورتیکالی هم مهمه دیگه، هم باید ورتیکلی ما اینا رو دیفاین بکنم، هم اورجنتلی. ورتیکلی این سنتر نسبت به این سنتر 52 تاش، این سنتر نسبت به این سنتر هم 90. پس ما دیگه فهمیدیم چیکار می‌کنیم. بفرمایید. حتی اون شیار اون بغل هم کرواش قشنگ می‌تونی از سنتر این دایره استفاده کنی. آفرین، اونها سیم سنتر هم دیگه. این 65 سنترش اینجاست، این یکی 30 هم سنترش اینجاست. بله اینا کوسنتریکن همه دقیقاً. بعدن برای این تیکای اینا ما از همین سنتر استفاده میکنیم. پس فعلا ما 6 تا دایره داریم که میتونیم بکشیم و دایمنشنشون کنیم، دیفاینشون بکنیم. بریم فعلا با اینا جلو. خب یه 70 من داخلی دارم، یه 100 بیرون دارم، اینجا یه 15 داخلی دارم، یه 40 بیرون دارم. به من اینا رو میام به صورت چیز میکشم دیگه، همون رافلی دایره اولو میدونم کجاست ولی کناری ها رو رافلی میکشم. یه فایل باز میکنم. میشه بگم؟ بفرمین شو خواهش کنم. اینجا الان مثلا ما تو اتوکد فکر میکنم میامدیم بیشتر این دایره، حتی این کروای پایین که همه شما شاهاشو دادین آره. بعد همه رو تریم میکردیم تون تون. اینجا امکان هست؟ بله. چون دیدم فیله منظورتونه. ما مثلا اینجا تریم داشتیم، یه چیز دیگه بود شما فیله کردیم. فیله شما راجب فیله میگین که میشه کرو بکنی. نه تریم داشتین. بله این تریم یادتونه. من این لاین ها ببین، من این لاین ها دارم. آره این لاین ها دارم با تریم که میام اینجوری کردم. خیلی باز. مرسی.
آره ببخشید، آره آره آروم آروم میریم سراغ اونا. ولی خب میدونین سالید ورکس یه حالتی داره که خیلی لیبر کار میاره پایین، یعنی آپشناش اگر یاد بگیری استفاده بکنی یهو میبینی توی دراینگ به اون صورت شما سراغ تریم و این چیزا نمیری تا بکشی دراینگ، تا خیلی سریعتر میتونی جمعش بکنی. همین که رافلی میکشی به هم وصلش میکنی، بعد ریلیتش میکنی، آروم آروم سایزش میکنی، این خیلی از اون آپشن رو میزنه کنار. ولی خب ببین ما الان برای این یکی تریم نیاز داریم. حالا بریم فعلا با چیز اسکچمون رو ایجاد کنیم. فکر کنم من روی فرانت ایجاد کردم اسکچ وانو و دایمنشنم هم دوباره روی MMGS. خب دوباره برم روی فرانت دوباره اسکچ رو ایجاد بکنم. خب یه سیرکل اینجا داشتم، یه سیرکل دیگه هم اینجا، یکی اینجا بود، یکی دیگه اینجا، یک کمی این پایین بود، یکی دیگه هم اینجا، اینا بود. خب این بیرونیه بود 100 تا، داخلیش بود 70 تا، این یکی بود 15 تا، این بیرونیش هم بود 40 تا. خب بریم ببینیم بقیه چند بودن. من رو ببندم. 40 و 15 و 70 و 100 و 12 و 28. حالا من اینو دارم 12 تا، اینم دارم 28. ورتیکلی این با این 52 تا فاصله داشت، این با این 90 تا فاصله داشت، بعد اون دایمنشن 215 بود، این 130. این نقطه تا این نقطه 130 بود. ببین من اینه که بزنم این مشکی شد، چون هم هوریزونتال و ورتیکالش مشخص شد، هم سایزش دیگه چیزی نداره دیگه. این یکی به این یکی هم 215 بود. ببین این قشنگ جای همه اینو مشخص شده، همه هم بلکه، خیلی هم خوب. حالا ما میریم برای مرحله بعدی کار. مثلا من اینو بیارمش اینجا، اینو بیارم این پایین. خب مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی ایجاد کردن این آرکاست، آرک 1، آرک 2، آرک 3، آرک 4. من که نمیدونم اینا کجان که، ولی میتونم به روش چیز برم، سنتر پوینت آرک برم، اول سنتر رو مشخص میکنم، بعد میام استارت رو مشخص میکنم، اند رو مشخص میکنم. این مثلا این آرک من خوب نشد، ولی بذار من همینجوری نگهش دارم، مهم نیست. یه آرک دیگه دارم، اول سنتر رو مشخص میکنی اینجا، میای اینجا استارت اند. من یه آرک دیگه دارم اینجا، اینجا شروع کنم استارت، آه ساری رندوم کلیک شد، یه بار دیگه شروع کنم استارت اینجا. سعیم میکنم به چیزی گیر نکنه که بخواد از اون استفاده بکنه. اینجا یه آرک دیگه هم دارم اینجا، استارت اینجا، اندیج. اینا هیچ کدوم شبیه نیستن، ولی من یه چیزی رو میدونم، میدونم این آرکام همه تنجنت شدن توی این، یعنی سموثلی کانکت شدن، بهش میگن اصطلاحاً تنجنت سیچویشن. حالا چیکار میکنم؟ من میام همین تنجنت سیچویشن رو با ریلیشن میدم دیگه، اینو میذارم اد ریلیشن، اینو انتخاب میکنم. اول یه چیزی قبل انتخاب شده، میک شور کنید اینجا کلیر، هیچ چیزی نیست. این سیرکل رو انتخاب میکنم، این آرک هم انتخاب میکنم. میگه چیکارش میخوای بکنی؟ یکی آپشن ها تنجنت، گم تنجنت. ببین میاره بالا تنجنتش میکنه، ولی خب وصلش نمیکنه دیگه، ولی یه یک زده هنوز. حالا من میام ریلیشن رو نمیبندم، الان کلیر میکنم اینجا رو، میام الان این سیرکل رو انتخاب میکنم با این ور این،
دوباره تنجنتش میکنه. ببین اینو یه جوری آورد به اینم تنجنت، الان تنجنت 2 تنجنت 1. کلیر کنید اینجا رو، نمیخواد خارج بشید. این سر اینو انتخاب بکنید، این دایره رو انتخاب بکنید، تنجنت کنید، آورد پایین. کلیر بکنید اینجا رو، اینو انتخاب بکنید، اینو انتخاب بکنید، دوباره تنجنت. این یه کمی چرخوندش اگه بتونه. خیلی وقت هم نمیتونه، همه چی به هم میریزه، باید اون آرک رو پاک کنی دوباره بکنی. حالا تا الان ما لاکی بودیم، دوباره کلیر میکنی. الان من میرم این سر اینو میدم با این، میگم تنجنت کن. ببین اینا آوردی اینجا تنجنت کرد. مطمئنا من اینو بدم شاید نتونه به چرخونه. من خودم یه کاری که میکنم، میام اینو یه کمی میچرخونم بالا، به اونو تنجنت کرده دیگه. ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. اینجوری میذارمش. حالا میام، حالا add relation، میگم الان این سر اینم با این تنجنت. خب ببین اینجوری کرد. That's fine. آه دوباره بستیمش، ببست. add relation میکنیم. این بذار clear کنیم اینجا رو اول. این با این تنجنت میشن. و کلیر کنیم ببینیم اینم میتونه به این برسونه، اینم با این تنجن میشن. آره تونست. خب اینا همه بست. حالا یه سایش باید بست بشه دیگه. این تری ما که واو کنید، ما یه چیز داریم به نام extend، extend entities. کلیک آن extend، به این بزنید ادامش. ببین وقتی وصل میشه شما باید این کوینسیدنت رو ببینید. ببین این وصل نیست الانا، ولش نکنید به امون خدا، چون اگه وصل بود شما باید این کوینسیدنت رو میدیدی. من اینو الان بزنم، ببین وصل شد، کوینسیدنت اومد، این الان وصله. اینم وصل کنیم، اینم وصل کنیم. حالا میام روی تریم، اضافه اینو میبرم، دوباره کوینسیدنت اومد. اضافه اینو بریدم، کوینسیدنت اومد. اضافه اینو بریدم، کوینسیدنت اومد. اینم به احتمال زیاد زیادتره، چون کوینسیدنت ها نمیبینیم دیگه. نگاه کن انقدر زیاده. زوم میکنی اینم میبری، کوینسیدنت اومد اینا. پس اینا همه وصل و درست، ولی هنوز سایزش درست نیست، آبیه. بریم سایزها رو ببینیم. این 190 تا هست، این 90 تا هست، 90 و 190. بذار با این دوتا ما بریم. من دایمنشن اینو میذارم 190، دایمنشن اینو میذارم 90، بعد این 40، اون 127. این دایمنشنمونو میذاریم 40، این دایمنشنمونو هم میذاریم 127. همه چی بلک و همه چی تعریف شد. حالا میریم برای استپ بعدی. استپ بعدیمون چیه؟ درست کردن این آرک. اول از همه این آفست تنه، ببینید 10 تا اینور 10 تا اینور، این دوتا آرک. این وریام که شما خودتون فرمودین مترجم شدین، این یکی 30 از این سنتر، این یکی 65 از این سنتر. خب من اول میام یه آرک میزنم از این سنتر یه جایی اینجا به اینجا، یه آرک هم میزنم از این سنتر یه جایی اینجا به اینجا. بعد میام offset entities رو میزنم روی 10 تا، اینو انتخاب میکنم، نه نمیخوام buy باشه، cap endم نمیخوام، فقط میخوام inside باشه. بعد اینم انتخاب میکنم دوباره offset برای این، ریورسش میکنم که بیاد داخل. خیلی خوب، من فقط مونده اینو دایمنشنش رو بزنم 65، دایمنشن اینم بزنم 30. حالا باید تریم بکنیم، فقط زوم این و تریم. اینجا رو باید تمیز کنیم قشنگ. آها همین هم تمیز میکنم. من میتونی نام دیلیت بکنی دیگه، ولی خب حالا من I'm okay to go with three.
الان اینجا رو بخوام تمیز کنم، اول بیرون رو میگیرم، بعد این داخل رو میگیرم، اینو میگیرم، بعد این بیرون رو اینو میگیریم. اینجا چیزی اضافه نداریم که نه، اینو میگیریم، تمام. خب من اینا دایمنشن بکنم، چون اینا راهی ما تریم کردیم، اون دهه قیبستن، این ده تاست، این هم ده تاست. این تریم اینجا خیلی عالی. یه چیز دیگه مونده فکر کنم انجام بدیم. این کورنرش فیله داره، فیلش چنده؟ هفت. ببین فیله R7 زدیم ما اینجا، یعنی من این فیله رو که انتخاب میکنم فقط باید بذارمش رو 7mm و بیام توی کورنر. این کورنر، 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 7mm اپلای شد، we're done. دقیقا. ببین این چجوری حالا اینو نشون میده. این اگر اینو من بخوام سه بعدی بکنم خیلی شکلش باحال میشه، برای اینکه این حالت آیلند و پاکت میده بهش. حالا اینو بذارید تا بریم برای اکسترود ببین شکل اکسترود اون چجوری میشه. این به من آپشن میده که کدوم رو میخوای اکسترود کنیم. میگم اینو میخوام بکنم، اینم میخوام بکنم، خب این دورش هم میخوام بکنم. این دور الان برام زیاد مثلا بگم اینم بکنم، آره که ببنده اینا، اینم بکنم، این حالت سبادی میشه، اون رو خالی بزن. ولی خب ما حالا سبادی نمی کنم، من سبادی رو دیلیت میکنم، هنوز هم سبادی نمی کنم، ولی اینا رو سیو میکنیم، از همینا ما استفاده خواهیم کرد. حالا یک سوال، چرا من هیچ اینجا نمیبینم؟ خانم فرزانه، آقای شاهزمان، اگه شما هم هستین و میخواین یه کانتریبیوتی بکنین به من بگین چرا من اینجا هیچی نمیبینم؟ از دایمنشن و هر چیزی که درا کردم چرا نمیبینم؟ کجان پس؟ دایمنشن هایی که کردیم، این همه قید و اینا دادیم، کجا رفتن؟ فکر کنم اگه بریم تو اسکچ بتونیم ببینیم. آفرین، ما اسکچمون رو اگزییت کردیم. چجوری میتونیم؟ داشتم حرف میزدم نمیدونستم رو میوتم. آره آه بله. ببینید اسکچ چجوری صداش میکنیم. شما روی ادیت اسکچ ببینید، رایت کلیک ادیت اسکچ که بزنید، والا همش هم اینجاست. اگزییت اسکچ بکنید میره همش، ولی هنوز هستش. اینجوری ما اسکچمون رو برمیگردیم ادیت میکنیم، چون خیلی وقتا خیلی چیزا داریم این پایین دیگه، بعد همه که قاطی در هم نمیبینیم اینجا، که هر موقع میخوایم صداش میکنیم میاد برام. این الان ادیت اسکچ میکنم من و میتونم هر تغییری بخوام بدم و سیف بکنم. دو الان این اوریجین که گذاشتیم اون وسط خودمون گذاشتیم، یعنی آره یا یادتون سیرکلای دو تا اول نه سیرکلای اولیه که کشیدیم ما همین مرکز کشیدیم، گرد ریلیشن نمیخواستیم، از اون شروع کردیم، از اونجا شروع کردیم. بعد این شما گفتیم تو 3D به درد میخوره. آره این توی اسمبلی، توی اسمبلی وقتی که اسمبل میخوایم بکنیم، میدونید چرا؟ چون این پلینا همه از اون نقطه میگذرن. خب بعد من توی اسمبلی میخوام دو تا دونه چیزا با هم اسمبل بکنم، میخوام بگم فرانت این که از مرکز این میگذره با فرانت اون با
با همین فاصله رو داشته باشن. بعد یهو میبینیم ما اینو گذاشتیمش این کورنر اینجا، فرانت اونجاست هستن، ما نمیدونیم کجاست اونجا، ولی من میدونم این فرانتی که اینجا دارم تا اندای فایل من چقدر فاصله داره وقتی تریدیش میکنم، میدونی؟ و اگر یه جایی رندوم پلیس باشه ما دیستنس نداریم، بعد نمیتونیم از اون استفاده بکنیم. بهتره که آره اوریجین همیشه یه جایی که ما میخوایم بذاریمه، چون ما میدونیم این پلینه ازش عبور میکنه. حالا من بزنم ببینم من فایل اسمبلی دارم اینجا وا بکنم که اینو براتون اصلا رو فایل اسمبلی نشون بدم. کنم خب الان یه لحظه براتون میگم. یکی بیارم که نمره کامل گرفت. من دیلن گرفت. اوه من. اوکی. ورژنی که بچه من استفاده میکنن 2023. حالا خب حالا وا کرد. ببینی این اسمبل شده است، تمام اینا جدا بودن. اینا وقتی میچرخونی باید بچرخ، ممکنه حالا اینجا کار نکنه چون یه ورژن دیگه است، ولی ببینید این اسمبل شده است، تمام اینا جدا جداست، این پلیت جداست، این ناب جداست، این جداست، این یوک جداست، این میل و فیمیل یوک ها هر کدوم جداست، این رادای جداست، یه اسپایدر هم این وسط، اون اسپایدر هم جداست، این هم برکتش، همه اینا اسمبل شدن، تک تک اینا فایل خودشونو دارن. ببینید این الان من برکت رو باز بکنم، ببینید این فایل برکتی که جدا کشیده شده، بعد اوریجین ببین کجاست، دقیقاً وسط اینجا گذاشتیم اوریجینو. چرا؟ چون من این برکت اگه بخوام بیارم اونجا و به چیز دیگه وصلش کنم، میدونم که دقیقاً این رایت پلین اون وسط رفته. من الان رایت پلینو که بردارم با رایت پلین یه رایت پلین اون میله که میره این تو با هم یکیش بکنم، قشنگ میله رو میاره میذاره اون وسط برام. برای همین اوریجین خیلی مهمه که ما بدونیم کجا رفته همیشه. خیلی زیاد فایل رو نمیتونم وابو کنم چون بچه های من با 2022-2023 کشیدن، منم خودم برشون موقع که سعی کردم روی سافر کالج سعی کردم، روی کامپیوتر خودم نتونستم سعی بکنم. از من 2021 که معمولا وا نمی کنه، 2021 رو با می کنه 2023، ولی من برعکسش نمیتونم ورژن بالا رو وابو کنم و نگاه بکنم. خیلی خوب، این اکسرسایز 4 ما شد و سوالی روی این نبود. بسیار عالی. اونجایی که شما اینو تریدی کردی اصلا مال بعد این سال بکنم، بله. اونجا که تو خالی بود شما اکسکلود کردین، فقط جاهایی رو اکسکلود کرد که شما انتخاب کردین، بعد بقیه آره. خالی آره آفرین. اکسکلود شما اگر یه سرفیس ساده داشته باشید خب اونو کامل براتون اکسترود میکنه. حالا اگر تو اون سرفیس شما یه سرفیس بسته دیگه دارین، این آپشن ازتون میپرسه، میگه کدوم رو میخوایی خالی نگه داری، کدوم رو میخوایی اکسترود بکنی.
یا اگرم جفتش رو بخوای بکنی جفتش رو بعد میکنه، ولی اجازه میده که شما کلیک بکنی اون جایی که میخوای، شما میتونی تصمیم بگیری. معمولا اینجوری ما کار نمیکنیم. معمولا من اگر بخوام این شکل اکسرسایز 4D بکنم، من اول همون خارجی ها رو که کشیدم بدون اینکه آفست بکنیم اون داخلی ها رو بکشیم و فیله 7 بزنیم اونو به من بذار باز کنم فایلا اینجوری سخته شاید توضیح بدم. ببین من اگر بخوام اینو 3D بکشم، من اینو نمیکشم، اینو نمیکشم، اینو نمی. من نه اگر بخوام 3D بکنم، بذار تا الان بهتون نشون بدم. حالا پاک میکنیم دوباره، بعد سیوش نمیکنیم. اینو دیلیت میکنم، اینو دیلیت میکنم، اینو دیلیت میکنم. اینم دیلیت میکنم، اینم دیلیت میکنم، اینم دیلیت میکنم، میام تریم میکنم اینو، 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 اینو. من اینو اکسترود میکنم خلاص. الان میام رو صفحه این، رو دیوار این یه اسکچ جدید میکشم و میام تمام اونایی که داشتم اینجا میکشم و اینو کات میکنم. کارا خیلی بیشتر میکنه خب، ولی یه حسنای خودش هم داره. اون اولی هم خوبه، نه اینکه اون بد باشه، اونم کار غلطی نبود، اون کارم خوب بود، ولی مثلا این یه حالتش که شما اصلا با این بری جلو این فایل خامت باشه. چون ببین من اینجا مثلا میخوام اینی که اینجا آرک شکلی بود که داشتم، میخوام اینو تا ته سوراخ نکنم، میخوام فقط یه دونه چیز درست کنم، پاکت درست بکنم، یعنی بسته است، بلاینده، نمیره تا اونور شکل. فقط مثلا نگاه کن، مثلا من اینجا این دایره رو میخوام، آره ببین من مثلا اینو میخوام اکسترود بکنم. من اینو موقعی که اکسترود کردم چقدر کردیم؟ 10 تا کردیم یا 20 تا؟ ما اینو 20 تا اکسترودش کردیم. ببین من الان این اسکچ تریه که کشیدم، خب حالا کارش نکردم، هم فقط برای اینکه نشون بدم کات میکنم اینا. من نمیخوام all the way 20 تا کات بکنم اینا، میخوام 10 تا بکنم، میخوام پاکت درست بکنم، این مدلی میخوام درست کنم. ببین الان من میتونم کنترل بکنم، بعدم بهتره. مثلا ببین من این اسکچ این که تمام شد، الان میخوام یه جای دیگه کات بکنم، یه اسکچ جدا میزنم، اینا بعدن قابل منیج کردنه. شما همه رو با هم که یکی بذاری بعد یه تغییر بدی، کلن مساب میشه، اصلا میشه یه اسپاگتیه به تمام معنا. اگه جدا جدا بکشی توی اینجا، بعد مثلا میدونی که آقا فلان کاتی که اینجا زدیم الان میخوایم بکنیمش go all the way through، شما میای اینجا رایت کلیک میکنی، اینا ادیت میکنی، از 10 میکنیش 20، این میره all the way. اوکی خب حالا بریم بعدی، میدونی چی میگم؟ واسه همین اون مدل اکسترود کردن کار غلطیه، که همه دیتیل شما روی یه اسکچ بکشی، بعد سعی بکنی انتخاب بکنی که کدوم ریجن ها اکسترود بشه، بسته ها کدوم ها اکسترود نشه، خالی بمونه. حالا حسن خودش هم داره، یه کار طرز و فرز و سری بخوای ترتمیز در بیاری خوبه، ولی اگه فایلی باشه که نیاز به ریویژن داشته باشه، خیلی ترابل میکر، خیلی داستان داریم باش. حالا این صفحه‌ای که شما روش کار می‌کنید بعد هم صفحه اسکچ اولیه باشه؟ نه ببین شما الان، ببین من الان چند تا صفحه دارم که روش کار می‌کنم. بفرمایید. همین این سوراخ که الان ایجاد کردی، آره، میتونستین اون طرفش هم بزنی؟ بله ببین من الان چند تا دونه صفحه دارم که میتونم روش اسکچ ایجاد بکنم. 5 تا. 1 2 3 4 5. من الان 5 تا صفحه دارم که میتونم روش یه اسکچ جدید ایجاد بکنم. من میتونم این صفحه رو انتخاب کنم، بیام اینجا بزنم روی اسکچ. الان اسکچ 4 رو این صفحه درست شده. اینجا یه چیزی بکشم، مثلا اینو بکشم، بعد مستقیما هم برم اکسترود کاتش کنم all the way in،
ده تا رفت، ده تا برای من اکسود کاتش بکن. این یکی ها من رو این صفحه کشیدم. ببین اصلا وقتی روش کلیک میکنم بلونشون میده کجا کشیده شده. این یکی ها من اینجا. حالا نگاه کن، من یکی میرم روی تاپ میکشم. ببین من تاپ ها انتخاب میکنم. خیلی جالبه. ببین من تاپ ها انتخاب میکنم. یه اسکچ میکشم الانه. ببین این روی تاپ داره میکشه. ببین اوریجین من کجاست؟ اوریجین من جای غلطیه. میدونی چرا؟ الان اینا خب ببین من اینا اینجا براتون میگم برای چی ما باید اوریجین همیشه وسط نگه داریم. من اینا رو دیلیت کنم که همه رو کشیدم. یه کمی نظم بدیم به کار. این اسکچام که کشیدم دیلیت میکنم. همون باسمو نگه می‌دارم. ببین این باسی که من کشیدم اگر من برم اوریجین این کورنره، اینجاست که سنتره بود. این خوب نیست دوباره. شما این باس اکسترود رو باز میکنین، میخواین 20 تاش بکنین، این به یه سمت 20 تا رو کرده. بیاین اینو وا بکنین، بذارین مید پلین. این نسبت به وسط از دو طرف میبرتش، 10 تا اینور 10 تا اونور. تفاوتو فهمیدین؟ ببین من بلایند که بذارم از یه ور میبره، میتونم دایرکشنش هم عوض کنم، از اون ور ببر، از این ور ببر، ولی وقتی روی مید پلین میذارم همینا وسط نگه میداره پروفایل منو، از دو طرف یکی 10 تا میبره که میشه 20 تا. و اوکی میکنم. این خاصیتش چی بود؟ خاصیتش اینه که الانه من میخوام روی تاپ پلینم یه چیزی بکشم، یه اسکچ ایجاد میکنم، الانه این وسط کورنر نیست. میفهمین؟ گرفته. بله قشنگ متوجه شدم. این الان وسط قرار گرفته. وگر اون موقع اگه به یه سمتی میکردم اون موقع یا اینجا بود یا اینجا. یا اینجا. بله. آره. الان من آوردم اینو وسط. حالا حسنش چیه؟ ببین من دارم روی تاپ میکشم، تاپ اون وسطه. خب هیچ مشکلی هم نداره، دوباره نرمال میکنم. ببین من دقیقا همینجا روی همین اوریجین میام یه سیرکل کوچیک میزنم، دایمنشنش هم میدم همین 8 باشه. خوبه. حالا میام اینا که این وسطه اکسترود کات میکنم و اینو کات میکنه، میگه به کدوم سمت میخوای بکنی؟ میگم به سمت پایین. میگه چقدر مثلا میخوای بکنی؟ میگم up to surface. میگه تا کدوم surface میخوای کات بکنی؟ میگم تا این surface. ببین سوراخ از اون وسط زد تا این surface. بله. حالا اینا رو توضیح میدم من ها. اینا الان اون سوراخ وسط زده، اون بالا که نه سوراخ نیست، نه پایین سوراخ، فقط اومدیم پایین. حالا من میتونم اینو وا بکنم چون اوریجین اون وسط زده. آره. حالا ببین دو تا دایرکشن داریم. من میتونم بگم دایرکشن دو هم برو، میره دایرکشن دو. دوباره اینجا میگم up to surface، میگه کدوم surface؟ میگم این بالایی. الان دو طرفش برام زده سوراخ الانه. ببین من قشنگ چرا نیومدم روی این؟ من ایجاد، ببین روی کرو من نمیتونم اسکچ ایجاد بکنم. ببین من نمیتونم بیام اینا انتخاب بکنم بزنم اسکچ، هیچی ایجاد نمیشه. ولی اون پلینای من میدونم کجان، چون اوریجین رو گذاشتم وسط. قشنگ تاپ پلین رو انتخاب کردم، اون وسط درستش کردم، سوراخ رو جوری زدم که اومد رو اون کروی که میخواستم. بعد اسم این اسکچ ها 1 2 3 4 رو خود نرم افزار زد. بله شما میتونین عوضش بکنین، میتونین رینیمش بکنین. بعد حتی ببینین من اسکچه که پاک کردم، ببین من چند تا اسکچه پاک کردم دیگه، اگه یادتون باشه ایجاد کردم پاک کردم، گفتم یکم نظم بدین. اونا دیگه تو مموری اونا ایجاد شدن. الان اسکچ که برام زد اسکچ 6ه، یعنی 3 و 4 و 5 رو من پاک کردم. شما میتونید اونا رو صدا بزنید دوباره؟ نه اونا که رفت دیگه، خدا رحمت شما. آره. رینیم اینجا شما رینیم که بزنید میتونید اسم بزنید. معمولا کسی این کار نمی کنه. نه با سکسروت هم میتونید عوض بکنین اسمشون رو، میتونید رینیم بکنین یه اسم که میخواین بذارین. ولی معمولا وقتی شما بیاین کلیک بکنین رو هر چیزی داره میگه بهتون چیه. ببین داره میگه چیه، نیاز به رینیم نداره. من نهیدم کسی اینا رو رینیم بکنه، یا حالا اینکه شاید هم یه اپلیکیشن خاصی داره برای یه جایی میکنی که چون
حالا داستان زیاد داریم ما. ببین ما میتونیم ریلیشن ها را به هم جوین بکنیم، کانکت بکنیم، ریلیشن های چیزا دایمنشن ها. یعنی چجور براتون بگم؟ شاید مثلا همین الان خوب موقعی باشه، نه بعد راجعش صحبت میکنیم، ولی خب یه قسمت از کاری که من حتما صحبت کنم. ببین شما موقعی که یه دونه رکتنگل داری، یه باکس داری، یه رکتنگل مثل این داری، من میخوام بگم که طول تابعی باشه از ارتفاع. یعنی من اگه ارتفاع رو تغییر میدم اتوماتیکلی طول تغییر بکنه. این کار ما میتونیم اینجا بکنیم. یعنی من طول رو بدم 10، اتوماتیکلی این باشه 20، نیاز نباشه برم اونم آپدیت کنم 20. خب بعد این کارا میکنیم، نیازه که ما بدونیم اسم هر چیزی چیه، برای اینکه میگیم طول الان توی اسکچ فلانو ربطش بده به عرض توی اسکچ فلان. خیلی پیچیده میشه ولی خیلی پارامتریک میشه، بهش میگن پارامتریک دیزاین. یعنی یه سری پارامترها مهمن برای ما، بر اساس اون پارامترها میخوایم همه دیزاین تغییر بکنه، آپدیت بشه. خب ما میایم اون تیکه ها رو نسبت به اون پارامترها میکشیم، یعنی فانکشن اون میکنیم. بچا اون پارامترش 4 تا پارامتر باشه، میری تغییرش میدی، به جای اینکه باکس این شکلی باشه میشه یه شکل دیگه، برای اینکه همه بقیه دایمنشن نسبت به اون عددا که شما وارد کردی تغییر میکنه، بر اساس فرمولی که دادی یه شکل جدید میشه. خیلی کار باحالی اتفاقا و کار خیلی قشنگ است توش در میاد. مخصوصا حالا شما که کار سالید دیزاین هم کردین، بذارم ببینم من اینجا روی میزم مثلا ریمو هاب هست، همینجا دارم. همین هاب چرخ هست، ویل وسطش یه هاب داره، یه سری بازو بهش میخوره، به اونا میگن ریم. یا حالا استوکس هم بهشون میگن. اونا اینی که چند تا دونه بخوره توی هاب بستگی به فاصله بین ویل با هاب داره. یعنی اینجوری نیست که شما حالا یه دیزاینی میکنی خوشت میاد هفت تا بذاری اون وسط. دیزاین بین ویل و هاب، اون بازوها بستگی داره به فاصله. حالا من اینو میام به صورت پارامتریک توی چیز میدم. یه اکسرسایز اتفاقا برای همین گروه از بچه‌هام داشتم من. به صورت پارامتریک میدم، میگم اگر این دیستنس تا این فاصله شد، نامبرایی که داری پترن میکنی ضرب در 2 کن، اگر اینقدر شد یکی اضافه کن، اگر اینقدر شد ضرب در 3 کن. مثلا بعد مثلا یهو میبینی بچه‌ها، به یکشون گفتم که تو باید فاصله ویلت با هابت مثلا 10 سانتی متر باشه، تا 10 میزنه، عوض این که بهش 3 تا دونه ریم بده 5 تا ریم میده، برای اینکه اتوماتیکلی خودش میبینه رفت اون فانکشن که بیشتر شد، زیادش میکنه و اضافه میکنه. حالا بعد راجع به اینا صحبت میکنیم، زوده یه کمی. فکر میکنم بذاریم من برم ببینم توی ویک 2 اگر شما سافتویر داشتین من به شما میدادم که کار بکنید. خب اکسرسایز 5 ما دیگه آروم آروم میره 3D. ما همون 2D رو به اندازه کافی کار کردیم. میخواین دوباره یه 5 مینیتس من بریک بگیرم یا آبی بخورم؟ میام دوباره و میریم که اگه بشه یکی دوتا اکسرسایز دیگه انجام بدیم. مرسی. عاشق. من در خدمتتونم. خب اینو من سیو نکنم، بریم برای اکسرسایز شماره 5. اکسرسایز شماره 5 ما شروع میکنیم یه 3D. خیلی slowly. So what we have here، ما میخواییم این شکل 3D رو بکشیم. معمولا روشی که میریم برای این شکل های مدل، مدل سابترکتیوه. یعنی ما کل باکس رو میکشیم، بعد اون تیکایش که نمیخواییم حذف میکنیم، حالا یه تیکایی هم اضافه میکنیم. مثلا من این رکتانگولار پریزم رو که دارم، این مکعب مستطیل رو میکشم، یعنی 3Dش میکنم، این
کیوبو میذارم تو سرش این بالا، یه پخم این جلوش میزنم، این تیکشم حذف میکنم. خب پس اگر من بخوام اول این رکتنگل پریزم بکشم، باید سایز مستطیلش رو بدونم، 144 در 72 the whole thing. بعدم بر اساس اورینتیشن، خب شما به من بگین حالا فرزان خانم، بر اساس اورینتیشنی که ما داریم اینجا برای شکل تریدیمون، ما باید این مستطیلمون رو تو کدوم پلینمون بکشیم، تاپ پلین، فرانت پلین و رایت ساید پلین؟ بکنم بهتره که تاپ بکشیم. آفرین. به وقتی ما این رو توی تاپ بکشیم این پایین، میتونیم اکسترودش بکنیم بیاد بالا دیگه. حالا سناریو مختلفه، یه نفر میگه نه من میخوام برم با ساید، اوکی هم هست، 40 در 72، میگه من 40 در 72 میکشم، از این ور اکسترود میکنم. خب اون باید روی رایت بکشه. یکی میگه نه من با فرانت میخوام برم، توی فرانت 144 در 40 میکشم، اکسترود میکنم. حالا بر اساس بله اونطوری سخت نیست که بخوای این تو سخت نیست. ما فکر کنم تاپ که بکشیم این قسمتش که میخوایم ببریم. آره. نه دیگه، شما وقتی شکل سه‌بعدیتون رو ایجاد کنید، انداپتون یه باکسه، یه شکله، فرق نمیکنه که شما از این ور میگیری اکسترود میکنی، از این ور میگیری اکسترود میکنی، از پایین میگیری اکسترود میکنی. به راحت و سختیش به اینه که کدوم اینفورمیشن بهتر در دسترسه. برای من 144 در 72 راحت تره، میبینم یهو میکشم، ولی خب تا فیگر اوت بکنم 142 144 روی فرانت باید بکشم، میبینم تاپ 140 در 72 ردیف میرم میکشم. میدونین بیشتر در دسترس بودنش. خب ما میایم حالا یه فایل نیو اسکچ میزنیم پارت. پس قرار شد که با تاپ بریم جلو. پس الان دیگه میدونیم ما، چون اورینتیشن شکلمون به ما میگه که به کدوم سمت باید بریم. خب تاپ پلین اسکچ. ببینید الان دوباره من اینو مرکز میخوام قرار بدم، بهتره که مرکز نگه دارم. البته به شکل هم نگاه میکنم، این شکل من حالت چیزی نداره، میتونم هم توی کورنر بذارمش، that's fine، ولی خب مرکز باشه نرمالی بهتره برای من، چون الان میخوام کاتم بکنم میدونم کجاست. من که من مرکز بذارم، ببینید اینجا رکتنگل دارم که میتونم رکتنگل درست بکنم دیرکتلی، نیازی نیست از لاین استفاده بکنم. دو نوع رکتنگل میشه ایجاد کرد، کورنر تو کورنر اور سنتر رکتنگل. من با سنتر رکتنگل میرم، میام این سنتر کلیک میکنم، بازش میکنم. من یه چیزی یادم رفته چک بکنم، یونیتمون دوباره اینجا چیه؟ میلیمیتر اگن و این آی پی اس الانه. و پس من اینو میذارم روی میلیمیتر، اگزیت میکنه، کلیک میکنم، ادیت اسکچ میزنم، دایمنشن، این دایمنشن 144، این دایمنشن هم 72. وسطم که پین شده از اول کشیدم فولی دیفاین. الان میرم توی فیچرز، اینا من اکسترود میخوام بکنم، میخوام بیارمش بالا. وقتی میزنم اکسترود خودش میره رو حالت سه بعدی، میگه چقدر اینا میخوای بیاری بالا؟ چقدر بود؟ این تیکه پایین 40 30 40. حالا شما اگر اینو میکشیدین اکسترود میکردین، اینو میکشیدین اکسترود میکردین، اندابتون همین باکس. حالا من اینجام روی این باکسم، مرحله بعدی اینه که این اسکوئر اون بالا، اسکوئر هم که نیست، این بازم یه دونه مکعب مستطیله 36x40 بکشم، ولی میدونم توی کورنره. و ببینید الان شما این آپشن رو دارید که هر کدوم از این پلین ها رو میخواین انتخاب بکنین، یا من میخوام رو تاپ این بکشم دیگه، یا هر کدوم از این پلین ها رو میتونی اسکیچ روش ایجاد بکنی، میتونی بیای این ور، میتونی بیای این ور، برای هر کدوم از اینا میتونی بری و اسکیچ ایجاد کنی. خب هدف من این تاپه. خب روی تاپ کلیک میکنم و اسکیچ رو میزنم، باز میشه. الان کورنر تو کورنر میرم، از این کورنر میخوام این گوشه ایجادش بکنم،
تا جای اینجا. این بود 36 which is 36 by accident and this one 40. چقدر باید اکسود کنیم این 36 by 40 یا another 40 up. خب من تا بیام اکسترود اینا دوباره بای دیفالت آخریه. ببین الان دو تا آپشن اینجا داریم ما. خودش بای دیفالت یه چک مارک اینجا کرده merge dissolved. یعنی چه؟ یعنی وقتی این که اینا میکشه اینا اوتوماتیکلی به این وصل میکنه. ببین merge. اگر من اینو وا بکنم و این merge dissolvedش رو بردارم شما یه لاین این وسط میبینید. یعنی این جداست. وصلن به هم ولی این جداست، این جداست. ما نرمالی این کارو نمی کنیم و همه چی به هم وصله مگه اینکه یه شرط خاصی باشه. پس merge results by default هست و وصلش میکنه و این الان یه شکل. استپ بعدی من چیه؟ استپ بعدی من get rid of this part. چقدر سایز این؟ قشنگ از وسط اومده. 36 by 72. نصف این و نصف اینو باید حذف کنم. خب من چیکار میکنم؟ میام تاپ پلین کلیک میکنم، میرم اسکچ. الان یه رکتنگل از این کورنر میدم به این کورنر. این رکتنگلم. خب حالا اینا اکسترود دیگه نمیکنم دیگه. اکسترودد کات. این تمام اینایی که شما اینجا میبینی یه منفی هم داره. Revolved cut. Swept cut. Lofted cut. Boundary base, boundary cut. Means هم میتونی اضافه بکنی هم میتونی کم بکنی. حالا من میخوام extrude cut بکنم. چقدر؟ همون 40 تا. حذفش کردم. و استپ آخر یه چنفر 45 درجه دارم با اندازه 20. خب من میام همین جایی که فیله داریم بازش بکنید چنفرم داریم. کلیک میکنم روی چنفر. میگه که چه مدلی چنفری میخواییم. میگم دیستنس و انگل همون اولیشه. البته چون فرض نخوانم این 45 درجه است، حالتی که 45 درجه داره اینه که طول و عرض ما با هم برابره دیگه، میشه مثلث متساوی و ساقین یا همون آیسوسالیس تراینگل میشه برای ما. خب پس این 20 باشه، اینم 20. من اگر دیستنس هم بخوام برم میگم دیستنس هم بذارم، دیستنس جفتش 20 دیگه. اگر دیستنس و انگل هم برم 20 و 45. اینا که بزنی خودش ایجاد میکنه برات. اگه دایرکشنش درست نیست شما فلیپ دایرکشن میکنی که برای ما درست. این هم چنفرمون. کار ما تمام شد. ما حالت تریدیمون رو ایجاد کردیم. ببینید این درخت ماست. اسکچ وان اینجا. بعد اسکچ تو این بالا روی این ایجاد شده. بعد اسکچ تری کات انجام شده. بعد هم یه چنفر زده شده. هر کدوم از اینا رو شما بخواین ادیت بکنین میاین رایت کلیک میکنین میرین برای ادیت. ادیت انجام میشه. یا اگه بخواییم مواد متریال مربوط به اکسترود باس رو انجام بدین اینو میایین ادیت میکنین و ادیت انجام میشه. خب سوال. من سوال خاصی نیست، فقط این شادوهایی که داریم جالبه برای من. من چرا اینجا همه شادو داریم از این کارت؟ اینا ما خودمون میتونیم کنترل کنیم نباشه؟ نمیدونم. بله این سایه هایی که رفلکشن و سایه شاید بشه لایتش رو کنترل کرد. هیچ موقع سوال برای من نبوده. نمیدونم شاید بشه. احتمال زیاد میشه که بذاری اینجا ببینم اپیرنس. بله این بیسیک سین داره، استودیو سین داره،
پرزنتیشنز این بک گراوند اطلاعی ندارم ولی میشه نگاه کرد و دید که میشه چیکار انجام داد. فکر کنم میشه انجام داد. الان این یه پارت دیگه، یه پارت بله. جایی الان این چون شما با پارت شروع کردید، الان ما اینو کجاست اسم این پارت مثلا اسم این پارت بسهمید. این بالای پارت دیگه هم کار کنی EXEX-5 کوبه کجا؟ اون بالا آه. دیدین؟ بله اینجا هم هستش، تریمون رو نگاه کنین و اینجا هم به عنوان سالید بادی میشناسدش و اینم دیتیل سالید بادی. اونجا که شما مرج کردی این یه دونه پارت، اونو یه دونه پارت اینجا نشون نمیده ولی خب همه چی مرج شده دیگه به عنوان یه پیسه این، و هر موقع شما بخواید میتونین بیاین از اون حالت درش بیارین. ولی این کلن یه پارت حساب شده. ببین مثلا اگر بعدنا بخوایم حالا کار بکنیم، خب ببین ما یه سری دیزاین های پارت دیزاین ایندیویژوال داریم، مثل این که میدیم به بچه ها انجام میدن، خب that's fine، مثلا وان شات باید بکشنش. ولی یه موقعی هست که مثلا ما راجع به چی حرف میزنیم، مثلا یه چیزی دور برم پیدا بکنم خیلی ساده، مثلا همین یه مارکری من اینجا داشتم، خود هم مارکر که نگاه میکنی مارکر یه دونه چپ تهش داره، یه سر داره، یه مغز داره، از چهار تا چیز تشکیل شده. به ما اونا تو یه دونه فایل نمیکشیم تو سالید ورکس، چهار تا فایل مختلف بعد تو اسمبلی به هم وصلشون میکنیم جدا جدا. حالا این مثالی که ما اینجا داریم میزنیم بیشتر جنبه پرکتیس داره، ولی اگر تو یه حالت پرکتیکال بیاد که شما بیرون دارینش، شما اگر پارتتون consist of 6 different pieces، یعنی شما 6 تا فایل جداگونه سالید ورک میخواین و یه فایل اسمبلی، همشو با هم نمیکشیم دیگه، غلط، چون به هم وصل میشه. یعنی میشه مثلا لیرهای مختلف اینطوری میشه گفت، یا اینکه لیر نیست راستش رو بخوای. آره ببینید من روی این بذار، آره یه دونه سیمولیشن من دارم اون حالت اسمبلی رو ببینیم، روی اون میتونیم نشون بدیم. ببین این یه فایل اسمبلیه که خب این باکسشه، شما چیزی نمیبینی تا من اینا داخلش نشون بده. این داخلش که نگاه میکنی من یه تور سینی اینجا دارم، یه لیف گارد اینجا دارم، یه باکس این زیر دارم، یه باکس هم این بالا دارم، این آبه، این آب لیز میخوره میاد پایین و میرزه روی این. حالا من اینو نشونتون بدم، این کار ما کجا زدم اینو دقیقا 175
نمیدونم چرا من نشون نمیده، ولی این دقیقا نشون میده توی این اسمبلی که این باکس من از این بالا حرکت میکنه میاد پایین. من برای اینکه توی ترانزینت اکسپلور نبودم. الان درست میشه. بله درست. ببینید اون بالا میبینین اینو؟ این باکس اسمبل شده ولی وصل نیست. این به صورت آبه. اینو من بهش پراپرتیز آب دادم. این از اینجا لیز میخوره داره میاد پایین. میخوایم ببینیم که چجوری اصلا درین میشه روی این لیف گارد. این آب میاد پایین. اینجا اینجوری پخش میشه روی لیف گارد. ریخته میشه میره پایین. اینا هر کدوم جداگونن. اینا یکی نیستم. من اگر اینا همه رو توی پارت میکشیدم همه به هم وصل میشد. اون موقع نمیتونستم اون بادیه رو روی این حرکت بدم. میگفت پارت میگفت همه اینا یکیه. من نمیتونم یه تیکه خودم روی یه تیکه دیگه حرکت بدم. ولی تو اسمبلی که میاریم، حتی ما تو اسمبلی میایم انواع میت داریم. مثلا گیر داریم. شما این گیرا که میچرخونی اون یکی اتوماتیکلی میچرخه چون به این وابسته میشه. یا چین داریم یا بلت داریم. بلتا که میندازیم رو دو تا پولی، این پولی ها میچرخونیم، اون پولی داره میچرخه. اینا کجا داریم؟ توی اسمبلی. آره اینا همه توی اسمبلیه. ما توی این 9 ساعت اول راجبش صحبت نمی کنیم. اگه بشه و برنامه به خوبی بره جلو روی 9 ساعت بعدی برای که راجبش حرف بزنیم. فکر کنم اگر اون بشه دیگه میشه برای مثلا اواسط تابستون اگر بتونیم، چون ما تقریبا فکر می‌کنم انجمن مهندس یه ماه دیگه انتخاباتشه و باید بذاریم اول انتخاباتشون بره جلو و آدمایی که میخوان دوباره بیان و برن و فیکس بشه و بعد برگردیم به همون حالت روتین. بسیار عالی. مرسی. سوالی هست من در خدمتم. خوبم. بسیار عالی. من یه میتینگ ساعت 12 دارم برم که به اون یه میتینگ هم مرسی برسم. مرسی از زحمتتون، خیلی عالی بود واقعا، خیلی لطف کردید. خوشحالم که فیدبک خوبه. مرسی. حالا منم خیلی سعی میکنم. حتما اگر میخواین که کلاس براتون کم پروداکتیو تر باشه حتما سافتور رو تهیه بکنید. منم این فایلای 5 تا فایلی که کشیدیم حالا با بهشاد صحبت میکنم چجوری میتونم به دست شما برسونم و PDFش هم براتون میفرستم. خیلی لطف میکنی. مرسی. خیلی ممنون. خوشحال شدم. مرسی. ممنون. خدا نگهدار.